با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز سه‌شنبه چهارم بهمن ماه هست و 24 ماه ژانویه، خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دست از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسن. عرضم به حضور شما که خبرها فراوان است و امروز سه‌شنبه ها این ساعت میریم خدمت آقای سلیمی نازنین. اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما. من هم سلام دارم به شما جناب آقای بهبهانی گرامی. سلام و درود به شنوندگان و بینندگان ارجمند شما. ممنون از حضورت. اخبار و رویدادها فراوانند، حتما امشب هم امیدوارم که ما بتونیم نزدیک بشیم به خصوص به بعضی از اونها، از اون اخباری که برای یه مقدار نگران کننده تر هستند. اما گزارش به هر حال این هفته رو هم در قسمت های گوناگون در خدمت شنوندگان و بینندگان ارجمند هستیم. حتما. حتما به حضور شما که ما هفته پیش خوشحال بودیم با شما صحبت کردیم و حضور شما در استراسبورگ، اون جمعیتی که در استراسبورگ بود و شوری که وجود داشت و ناگهان با این صحبت ها و حرفایی که جوزف بورل زد، گفت آقا هیچ قانونی نداره و هیچ مدرکی ندارید که این رو بیارید ثابت کنید که سپاه تروریسته، ولی کشورها تک تک میتونن این کارو بکنن، برید یک فکر دیگه ای بکنید. و بالاخره توپ رو قل داد به سمت دیگه. چرا این اتفاق میفته؟ به نظرت مشکل کجاست؟ چرا این همه جمعیت رفتن خوشحال و خرسند با شور و شعف از سویدای جان فریاد زدن ولی نه؟ چرا؟ بله. چیه؟ کمبودش کجاست؟ من در همون جا جناب آقای بهبهانی در یک مصاحبه‌ای که در همون روز در میدان بود اونجا عرض کردم که این قدم استراسبورگ و قدم اون چه که در پارلمان اروپا گذشت در جلسات اون هفته در واقع گام‌های مهمی از این که 598 نماینده پارلمان اروپا این رو رأی به در واقع تروریست شناختن دادند و اینکه پارلمان اروپا با اکثریت آرا این رو تصویب کرد، دلیل بر این نبود که عرض کردم در همونجا و در صحبت هفته پیشم گفتم که اون چه که در واقع اتحادیه و وزرای خارجه این کشورها 27 کشور تصمیم میگیرند اون امر کلیدی است. اتفاقا از همونجا با یکی از دوستانی که در اتحادیه در کمیسیون خارجی همین اتحادیه اروپا بود یک صحبتی من از اونجا تلفنی با ایشون داشتم. نظر ایشون رو در اونجا که جویا شدم اون چه که آقای آخوندی اونجا مطرح میکرد که به عنوان یک نماینده پارلمان اروپا مطرح میکردند، من یک بار دیگر برای اینکه از نزدیک در جریان مباحثی که در اتحادیه و در بروکسل و در هفته های آینده اون زمان آتی اون زمان یعنی امروز یعنی هفته دیگر جریان پیدا خواهد کرد، نظر ایشون رو پرسیدم. ایشون گفتند که به هر حال فردش هم میشه نامش رو برد، آقای مجید گلپور که در این زمینه در خود بروکسل هم جز سخنران های ما بود در اون اجتماع بروکسل، نه استراسبورگ 4 هفته بعد از بروکسل این بحث طولانی هست برگزار شد. در استراسبورگ ما یک قدم های نزدیکتر شدیم به تصمیم پارلمان اروپا
ولی نظر ایشون همچنان این بود که گام نهایی رو باید تدارک دید. این وارد دالانهایی از تصمیم ها خواهد شد و این مراحل اداری خودش رو باید طی بکنه. اینکه مراحل اداری خودش رو چگونه طی میکنه، ما میتونیم باز هم نظرات نمایندگان امیدواری مثل آقای آخوندی رو دنبال بکنیم و دیگرانی رو. اونها در واقع به کار خودشون خوب پرداختند. کار نمایندگان ما و کار برخی از نمایندگانی که 112 نفر بودند در ماهای اخیر خیلی خوب پیش رفت. اونها تونستند نظر 598 نماینده رو با خودشون هماهنگ بکنن، همراه بکنن. بنابراین کار کار بسیار سنگین و کار با ارزش و قابل ارج گذاری است. اما اینکه در دالانهای اداری اینها چگونه پیشرفت میکنه و در مرحله آخر اون چه که فاندرلاین هم به عنوان در واقع اتحادیه، یعنی دولت اروپایی چه تصمیمی میگیره در بروکسل و در نهایت همون وزرای خارجی که نقش تصویب نهایی اون رو خواهند داشت، مسئله امروز به اونجا رسیده. ما میدونیم که در فرانسه کلونا و در وزیر خارجه و در همینجا آنالینا بیروک، اینا دورهای مختلف نظرات گاهن حتی خیلی روشنتر و شفافتری داشتن. حتی همین خانم بیروک جز کسانی بود که تحریم سپاه رو، محکومیت سپاه رو علنیتر اعلام کرده بود. ولی وقتی که وارد دالانها شدند که امشب باز هم همین الان صحبت خواهیم کرد و حرفایی که جوزف بورل زد، اینها در واقع نکاتی هستند که همون گیر و دارهایی است که در دالانها گیر کرده. خب در این میان باید اشاره بکنیم رژیم تروریستی، کل این رژیم تروریستی جمهوری اسلامی سه مسئله رو در این مدت، سه تهدید رو متقابلا انجام داد. تهدید اولش که همین امروز ما میدونیم، دیروز امروز که تحریم 37 فرد و نهاد مطرح بوده در باز هم در اتحادیه و این یه قدم باز نسبتا بزرگی بود که سازمان تعاون سپاه پاسداران رو هم اینا تحریم کردن. شاخهای دیگر رو که واقعا برحال دستای خود سپاه هستند تحریم کردن، ولی خب باز این گام نهایی نیست. اونها هم متقابلا گفتند که یکی این که از معاهده MPT بیرون خروج خواهند کرد. متقابلا تهدیدهایی بود که در مجلس و در نهادهای گوناگون مطرح شد و سپاه و معاون سپاه، سخنران سخنگوی دولت، همه اینها اومدن این تهدیدها رو کردن. تهدید دومشون این بود که مثل گذشته گفتم که ما تنگه هرمز رو خواهیم بست و این ترددها رو یک بار دیگر هم مطرح کردند که این رو خواهیم بست. و تهدید سوم هم این بود که ما ارتشهای چند کشور اروپایی رو هم تحریم خواهیم کرد. خب این مسئله سوم که تا حدودی بگونه مسخره به نظر میاد، اما به هر حال اون چی که دولتها گفتند این بود که هنوز افرادی از خودشون رو، اداراتشون به هر حال، سفرای خودشون رو، رایزنان خودشون رو، نیروهای از دولتشون رو در کشور ایران و در جاهایی دارن که در تیرس حادثه اونها میتونن قرار بگیرن. یعنی اینکه در واقع یک تدارک به نظر میاد که وقتی اینا میخوان این تصمیم نهایی رو بگیرند باید آمادگی بیشتری هم داشته باشن. فراموش نکنیم که بزرگترین رزمایش بین آمریکا و اسرائیل در این روزهای اخیر تدارکش رو دیدند و این اون طور که گزارش میکنند این رزمایش هم هوایی است، هم دریایی و حتی رزمایشی است که خیلی میدانهای زمینی هم داره. ارتش در اون هم نقش دارند و به گزارشی که من به هر حال خوندم، به ریز گزارش رو وقتی که آدم میشنید و میخوند این بود که رزمایش بزرگی است برای اینکه در واقع مدل سازی هایی که برای
حمله به مراکز حساس به حال پایگاه های رژیم رو در اونجا هم در نظر داشتن. خب یکی از اونها هم همین مسئله تنگه هرمز که اینها تهدید میکنن که در مقابل تهدیدهای ایران اونها چه دست به چه کارهایی خواهند زد. به نظر میاد که اوضاع به گونه ای داره هر روز بحرانی تر میشه. حالا اینکه اینها کی به این نظر خواهند رسید، اگر با قسمت بعدی صحبت که حتی در داووس هم مطرح شده، یعنی تصمیمی که به لحاظ اقتصادی مشخصه که در داووس برای پایان دادن به سیاست های جنگی روسیه در سال آینده، در یکی دو سال آینده خواهند گرفت، که چشمنداز های اونها ترسیم شد، که اگه این تصمیم رو در مورد ایران هم بخوان پیش ببرند، در اون صورت مسئله سپاه پاسداران به عنوان اون نوک تیز پیکان حمله کشورهایی که دارن تدارک میبینند باید حتما برنامه ریزی بیشتری بشه. یعنی ما اگر صحبت از مراحل اداری داریم میکنیم، اون چه که پشت این مراحل دالانهای اداری جریان داره همین اقداماتی است که باید بین این دوتا انجام بشه. یعنی اونجا حیات خلوت، ما میدونیم که به لحاظ ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک در واقع اقتصاد، جغرافیای اقتصادی و جغرافیای سیاسی، این خاورمیانه و شاخ آفریقا محدوده میدان عملیات اروپاست. این 27 کشور در تقسیمات جهانی، اگرچه آمریکا در این منطقه نقش بسیار بسیار کلیدی در خیلی کشورها داره، ولی این محدوده است که با تصمیمات اتحادیه اروپا و این 27 کشور اروپایی رابطه مستقیم داره. فراموش نکنیم آقای بهبانی، قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا 27 کشور، فقط تولید ناخالص داخلی اینها 23 تریلیون دلار هست که 1 تریلیون دلار بیشتر از خود آمریکاست. یعنی این 27 کشور قدرت اقتصادی بالایی دارن. طبیعیه که وقتی که تصمیم نهایی دارن میگیرن در مورد سرنوشت ایران، باید خیلی موارد به لحاظ استراتژیک و به لحاظ جغرافیای اقتصادی، نگاه اقتصادی باید اون رو حل کرده باشن. بنابراین بحث در دالان ها اگر میکنیم و اینکه در مرحله نهایی وزرای خارجه چه تصمیمی میگیرند رو ما باید ببینیم که پشت پرده هم چه تهدیدهایی رو، چقدر در واقع اینها باید خودشون رو آماده بکنن. ما میدونیم که مسئله بستن تنگه هرمز تهدیدی بود که بارها ایران کرد، ولی وقتی که امروز دیگه بس مسئله تروریست شناختن سپاه مطرح میشه، یک سری اقدامات رو اونا باید خودشون آماده بکنن خواه نخواه. اینها نکاتی هستن که حالا مسئله MPT، معاهده به هر حال هسته‌ای، سلاح اتمی، اون رو باز یک بحث دیگری هست که باز متخصصان در اون زمینه باید قطعا در هفته های آینده ببینن که آیا اصلا ایران در این زمینه یک تهدید و یک بلوف انجام داده، یا اینکه واقعا مبناهایی برای این داره. این خروج رو چگونه باید اینو توضیح بدن اونهایی که کارشناس این امر هستن. بنده در اون زمینه به هر حال نه تخصصی دارم نه دیدگاهی، اما در مورد این جغرافی های اقتصادی ما میتونیم روشنتر صحبت بکنیم. ابعاد تحریم سپاه پاسداران، یعنی 60% بیشتر از اقتصاد زیرزمینی یک کشوری مثل ایران، این ابعاد اقتصادی رو، دامنه های اون رو طبیعیه که رژیم هایی مثل دولت هایی مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل اتریش که وزیر خارجه شما ده گفته ما 300 ساله که با ایران رابطه اقتصادی داریم، ما متاسفیم که اینطور قاعد شد. مسئله فقط ارتش نیست، مسئله کل اقتصاد در واقع یک کشور 85 میلیونی است هست که خاورمیانه رو به گونه ای کشورهای دیگر رو هم حتی میتونه تاثیر بذاره در اون مناسبات. بنابراین اینکه این چگونه مراحل نهاییش انجام خواهد شد رو باز باید منتظر باشیم. من صحبت آقای آخوندی رو به اینکه ما هنوز میدونیم که
در همین ماه فوریه جلسه دیگری در بروکسل برگزار خواهد شد. جلسات دیگر متعددی فشار ایرانیان، به هر حال نیروهای برون مرزی خارج کشور ایرانیان ایستادند. این فشار الان هم در اتحادیه و در پارلمان اعمال میشه، هم از طریق همون نشست وزیران خارجه اعمال خواهد شد و هم در کف خیابانها و جلوی اتحادیه و پارلمان و چه بروکسل چه استراسبورگ و چه در جلوی پارلمانهای کشورهای گوناگون. در هر صورت ما یک مجموعه از ابزارها رو باید استفاده بکنیم. من همچنان به نگاه امیدوارانه پارلمانترهای ما چه در پارلمان اروپا و چه در پارلمانهای و یا دولتهای کشورهای گوناگون، امیدواری اونها رو من میبینم و این کار کاریست که ادامه داره. ما همچنان امیدوارانه به این مبارزه گسترده که دامنه های بسیار وسیع داره ولی داره پیش میره فراموش نکنیم. تاکید میکنم که همین امروز هم 37 نهاد و یک نهاد بسیار مهم و فرد رو اینها تحریم کردن. طبیعی هر ضربه ای که وارد میشه اون محدودیت رو بیشتر میکنه. و اینکه این یک دولت هست و این یک ارتشی هست، ما موارد حقوقی این رو که اینها در یک جایی، در 10 جایی، در 50 جا عملیات تروریستی کردند، فقط به از این زاویه اینها نتونستند این میدان رو توضیح بدن، تشریح بکنن و تبیینش بکنن. اون چه که ما شنیدیم، خواندیم اینه که به فرض عملیات تروریستی اینها در جریان میکنوس و در موارد دیگر در فرانسه یا کشتارها، قتلها، اینها در واقع مبنایی نتونستند قرار بگیرن که تروریست بودن این سپاه رو به عنوان یک ارتش، در واقع یک بخشی از ارتش کشور، این رو بتونه کفاف بکنه. به هر حال این بحث جریان داره در دالانهای اداری اینها و باید منتظر بود، ولی ما ایرانیان برون مرز باید این اعمال فشار رو تداوم بدیم و بعد خب سفیران ما، منظورم نیروهای ما، افرادی مثل همین آقای علیرضا آخوندی و دیگران در این زمینه دست بریزد، واقعا به کار خودشون به نحو شایسته‌ای دارن به کارهای خودشون ادامه میدن. آره، ولی من فکر میکنم که مهمترین بخشش این مسئله باشه که متاسفانه و کمال تاسف نبود یک سازمان. یعنی ما 40 سال این فقدان این سازمان رو با پوست و گوشت و استخونمون لمس کردیم و حس کردیم. میدونیم که تجربه نشون میده هر بار که در ایران حرکت آغاز میشه، اینجا هم یه فعلی صورت منفعله، در حقیقت یه فعلی صورت میگیره، آدم ها هیجان زده میشن میان. الان شما نگاه میکنید حتی در فضای مجازی هم این یک شیب رو به پایین گرفته و نمیبینی دیگه اون ماجرایی که تا 3-4 هفته پیش خیلی داغ بود. این نمیدونم، ما یه مقداری همین رومانتیز بودن جامعه، اینکه احساسیه و منطقی نداره، احساسش برش غالبه، این همیشه به ضرر بوده و ضربه زده به ما. یکی به من گفت نه خیلی خوبه، همین دلیل ما خیلی شاعر داریم و خیلی اینجوری کار کردیم. گفتم خب برای مردم چی؟ برای جامعه چی؟ نمیدونم، واقعا خیلی خیلی سخته. ولی از یه طرف دیگه میبینیم که داووس یه جور دیگه ای داره حرکت میکنه و در داووس اتفاقات دیگه ای داره میفته و روسیه رو زیر فشار شدید گذاشته. فکر نمی کنی که ماجرای داووس بتونه به این قضیه کمک بکنه؟ چی میبینید شما؟
بله. خب این مسئله بسیار کلیدی است آقای بهبهانی. اول اینکه در مورد اون ماجرایی که شما فرمودی که ما یک نوعی، شاید اشاره جناب عالی این باشه که یک نوعی افت رو و یک نقصان رو ما شاهد خواهیم بود یا هستیم، این یک احساسی است که خب میتونه هر اوجی، هر سودی میتونه یک دامنه های به هر حال پس از یک اوج یک دامنه های کاهشون رو ما شاهد بشیم. اصولا زندگی، هستی، طبیعت اینها با همین منحنی ها سر کار داره. پس از یک شور و شوق بالا، پس از یک تپش بالای قلب، یک سرمایی هست در بدن آدمی، در طبیعت، در پی یک فصل آتش تابستان یک اعتدال پاییز میاد. به هر حال این در همه جا وجود داره. به نظر من ما نمیتونیم خطی، در هیچ جنبشی هم خطی نمیشه همینجور رفت صعود کرد رفت بالا. یک منحنی داره میاد پایین دوباره به یک ترتیبی. اصولا زندگی همین قانون رو داره. اما اینکه من اینطور نمیبینم، اینکه ما یک سازمان به هر حال مثل روسای پیشرفته آفریقای جنوبی که نلسون ماندلا بعد از 7 سال مبارزه در سال 94 به هر حال ضربه نهایی رو به آپارتاید زد، از سال 87 که هندلش رو در زندان روشن کرد و بعد 1987 همینجور رفت جلو، از زندان شروع کرد و بعد یک اتحادیه‌های رو، میلیون ها رو آورد توی خیابان ها، اروپا رو تسخیر کرد، امریکا به حمایتش اومد، خودش از زندان اومد بیرون، اولیور تامبو از سوئد بهش پیوست، بعد زندانیان رو دیگر اومدن بیرون، بعد به هر حال آفریقای جنوبی 40 میلیونی که اونجا هم یک رژیم آپارتاید مانندی، ما امروز درست از اونها جنایتکارتر هستیم، رژیم ابزارهای مدرنتر داره ولی اونها هم قدر بودند. این که این مبارزه رسید تا با افت و خیزهایی واقعا چه جاهایی کاملا مثل سال 92 اینا دیگه نزدیک پیروزی بودند، ولی شما میبینید باز هم 2 سال دیگر طول میکشه تا اینکه این مبارزه اونها جهان حاضر میشه که این نژاد، این آپارتاید نژادی و سرکوب های اون آپارتاید نژاد سفید رو روی نژاد سیاه رو پایان بده و جهانیان بارها این امید به ناامیدی تبدیل میشد، بارها در بین صفوف مردم، در بین حزب کمونیست و اتحادیه به هر حال همون چیز کنگره ملی نلسون ماندلا و اتحادیه های کارگری اینا اختلاف نظرهای ایجاد میشد. اونجا هم ایالت هایی داشتن مثل کردستان ما که نیروهای قومی و اون مناطق در تضاد بودند با نلسون ماندلا که حکومت مرکزی رو داشت. یعنی این تضادها در اونجا هم عمل میکرد و حتی همسر نلسون ماندلا وقتی که عملیات در واقع هم شوهر خودش رو، همسر خودش رو به گونه متهم به سازش میکرد با نیروهای در واقع سفید، خب این کم نبود، حتی او هم زیر سوال میرفت سوی نیروهای افراطی. این تنش ها وجود داشت ولی به هر حال یک خلقی این مبارزه رو انجام میده میره جلو. به گمان من این مبارزه، این که ما الان امروز یه سازمان منسجمی مثل سالهای پایانی آفریقای جنوبی نداریم بیمی نیست. این نیروی ما، این انقلاب ما انقلاب نیرومندیست. امسال ما دیدیم مبارزه به درجات بسیار، به میزان البته ما شاهد هستیم، به میزان بسیار بالایی رفت جلو و این رژیم رو واقعا به کشانده به یک انزوایی که امروز مجبوره که تهدیدهای خودش رو هی تهدید بکنه، تهدید در مقابل تهدید، زور در مقابل زور، و ما میبینیم که ضعف اونها رو در مقابل این همه زور نیروهای ملی که در همه جا هستند. بنابراین من فکر میکنم که ما در مراحل این مبارزه هستیم و این شور و شوق به هیچ وجه اینطور نیست که حتی به خاکستر تبدیل شده باشه. ما به زودی یک حرکت عظیمی در پاریس خواهیم داشت در روز نکبت 22 بهمن و پس از اون 20 یعنی 11 فوریه که 22 بهمن میشه، الان حدود 3 هفته مونده بهش،
و بعد در 30 بهمن برای آخر بهمن هم یک حرکت دیگری جلوی اتحادیه در بروکسل برنامه بزرگی. طبعا ایرانیان از همه جا به این دو شهر سرازیر سرریز خواهند شد. به گمان من به هیچ وجه این شور و شوق و این مبارزه در بین ایرانیان خارج از کشور، این حرکت پرشور دلاورانه که در داخل ایران هست، حامیان خودش رو داره و سازمان و انسجام خودش رو به هر حال قدم به قدم هم داره پیدا میکنه. ما در قسمت دیگر به این خواهیم پرداخت. خوشبختانه بیم و باکی نیست. من عرض کردم ما نمایندگان آگاهی داریم که به این مبارزه امروز دیگه ملت ایران نماینده داره در مجلس های دیگر، در بین دولت های دیگر، در شهرداری ها و فرمانداری های دیگر، در خود اتحادیه، در به هر حال پارلمان اروپا. ما ایرانیانی داریم که اگر یک سازمان نیرومند نداریم، تا حدود زیادی میتونن جای اون رو این افراد کارشناس و توانا میتونن اونجا رو به گونه ای حتی پر بکنن و جایگزین اون چی که شما به عنوان یک سازمان در واقع نیرومند نامیدید به گونه ای بشن و ما قدم به قدم این مبارزه رو پیش ببریم. تهدیدهای رژیم هم جایی نداره به هر حال. اما اون چی که در داووس گذشت، ببینید در داووس که این کنفرانس سالیانه سازمان داووس یا کنفرانس داووس که یک کنفرانس اقتصادی است که چشماندازها رو ما در سالیان اخیر جز یک سال که به شکل مجازی برگزار شده بود همواره گزارش هایی از داووس داشتیم، از تاریخچه اون، از خودش، تصمیماتش. خب امروز در یکی از بزرگترین چشماندازهایی که شما هم الان بهش اشاره کردید، مسئله سرنوشت جنگ اوکراین هست و اینکه روسیه رو باید روسیه یعنی پوتین رو در روسیه و اولیگارش های در واقع حکومت و دولت پوتین در روسیه باید سرنوشتشون مشخص بشه. یعنی یک رژیم ملیتاریستی که جنگ رو عامل جنگ هست و کشتار و آوارگی میلیون ها انسان شده، باید این رو جهانیان روشن بکنن سرنوشتشون. ما میدونیم که در هفته پیش خود همین امیر عبداللهیان به گونه ای حتی جاخالی رفت و گفت که ما مخالف این هستیم که اون دو سه استان اوکراین در واقع در اشغال روسیه بمونه، اونها باید برگردند. یعنی یه بازی کرد، یه جاخالی داد و یه بازی دیپلماتیک کرد همین امیر عبداللهیان. به این ترتیب چه چیزی در پشت پرده میگذره؟ اون چه که به لحاظ اقتصادی در داووس مطرح شده، حالا غیر از بحثایی که روی انرژی کردن که بحثای بسیار مفصلی بود که انرژی تجدید پذیر رو روشن کردند که اون هم باز در این رابطه هست، ولی در اونجا روی سرنوشت روسیه پوتین و مسئله پایان دادن به جنگ و مخارج سنگینی که بهای سنگینی که به اوکراین دادن که در ما میدونیم رقم 100 میلیارد دلاری حمایت اوکراین مطرحه. خب روسیه امروز گلوگاه‌های روسیه رو به لحاظ اقتصادی، به لحاظ همون جغرافیای سیاسی و استراتژیک، غرب، همین 27 کشور غرب و یک اون کشورهای ناتو، پیمان اتلانتیک، اینو زیر ضرب گرفتند که جنگ رو پایان بدند. پایان این جنگ اگر رژیم جمهوری اسلامی قدر قدرتی بکنه و اگر اشتباهات خودش رو ادامه بده و خودش رو در این جنگ کاملا یکی از یک ملحقه دولت پوتین روسیه قلمداد کنه و به اون برسه، طبعا تبعات بسیار خطرناکی برای کشور ما داره، ولی قبل از هر چیز برای این رژیم تبهکار که دست در دست رژیم پوتین داره میکنه به تدریج هر روز بیشتر، برای او هم خواهد داشت. بنابراین باید این مطلب رو تاکید بکنیم که وضعیت در داووس چشماندازهای اقتصادی رو بررسی کردن که
روسیه رو باید هرچه بیشتر و بیشتر محدود بکنند. یکی از اون بحثا مسئله انرژی بود. در اونجا صحبت از بیش از 180 میلیارد دلار سرمایه گذاری فقط دولت آلمان برای برق کشور آلمان میشه، سرمایه های تجدید پذیر. و چهار کشور یعنی چین و هند و به حضور شما امارات و باید چهارمی رو هم یادم بیاد الان، این چهار کشور بحثای بسیار بسیار تکوتای فوق‌العاده‌ای داشتند در زمینه پیش بردن انرژی های تجدید پذیر، مسئله حل بحران انرژی و برق در کشوری مثل آلمان یا کشورهای دیگر اروپایی، و اینکه این منابع گازی و یا منابع نفت که از روسیه می اومد دچار این مشکلات در واقع انتقال و اصلا این رد بدل ها و این تبادل تجاری رو محدود کرده بودن و اینا فکر میکردن، روسیه فکر میکرد که میتونه اروپا رو زیر فشار بذاره. ما میبینیم داووس چشماندازهای روشنی رو ترسیم میکنه و چیز عجیب اینه که چین و هند خودشون رو، سرنوشت خودشون رو در این تکتاهایی که برای امر انرژی که امر کلیدی واقعا استراتژیک جهانی است، خودشون رو، سرنوشتشون رو عربستان بود، اون کشور چهارم عربستان است، سرنوشت خودشون رو به لحاظ چشماندازهای اقتصادی و برنامه ریزی های انرژی تجدید پذیر و غیر و غیر از روسیه جدا می کنن. آقای بهبانی، شنوندگان، بینندگان ارجمند، یعنی روسیه داره در انزوای بیشتری قرار می گیره. و ببینید کشوری مثل هند که خب همین گزارش ها نشون میده که چقدر داره همراهی میکنه در این تأمین مالی انرژی های تجدید پذیر و به لحاظ چشمانداز های اقتصادی خودش رو در کنار چین و عربستان و امارات و اینها تعریف میکنه. خب تصمیم هایی هست که در داووس گرفته میشه. به گمان من علی‌رغم اون بازی های رزمایشی که چین و روسیه با ایران داشتن، ولی ما داریم میبینیم که این اقتصاد هست، این تندنس ها، این گرایش های اقتصادی سالیانه ای که در کنفرانس های مثل داووس تعیین میشه اگر دقیق بررسی بشه، اونجاست که ما میبینیم که جهان به چه سمتی در حرکت میکنه. خب یکی از همین بحث ها این بود، در اونجا مطرح میشه که در کشوری مثل هند، آقای مهربانی، 800 میلیون جمعیت خودش رو به لحاظ تغذیه رایگان زیر پوشش داره. شوخی نیست این ارقام. و این چگونه این منابع در واقع تغذیه در یک کشوری که بیش از 1 میلیارد جمعیت داره؟ ما در کشور ما یک روزگاری واقعا ایران در کجا بود و هندوستان در کجا بود؟ ما الان چند ده میلیون زیر خط فقر و گرسنه در کشور ما داریم، در بلوچستان ما، در کردستان ما، در ایلام ما، در چهارمحال ما، در استانهای فقیرنشین دیگر ما. ببینیم الان هندوستان یک کشوری با اون حد فقر سیاه، فقر و فاقه و فلاکت، امروز در این نقطه قرار گرفته چون ها ضرورت ها رو ترجیح تشخیص دادند. خب کشوری مثل عربستان با این سرمایه ده ها میلیارد، نه صد ها میلیارد در چند سال آینده از نیروهای برق و باد و انرژی سوزان و خورشید و از ذرات شن خودشو، از همه چیز داره استفاده میکنه، از آب شیرین کنهای خودشو، از دریای خودشو، از طبیعتی که در امارات، در کشورهای اون منطقه شما میبینید چطور اینها رو سرسبز کردن، صحرای سوزان رو، قسمتهای بزرگی رو. ما کشوری رو با این وضع به این فلاکت انداختیم. طبعا مقامات ایران تهدید داووس رو جدی خواهند گرفت، به یقین جدی خواهند گرفت. داووس چشماندازهای اقتصادی رو ترسیم کرده. اینها اگر در جاهای دیگر فکرشون کار نکنه، اونقدر اشپیوناژ میکنن، جاسوسی میکنن، ببینن که امروز یک چنین انجمنی، یک چنین کنفرانسی در چه نقطه و پلهای آینده، یک سال آینده یا چشمنداز 2-3 سال آینده، چه تصمیماتی رو علیه روسیه گرفتند و چگونه
تبعات اون کشور ایران رو هم به شدت زیر خواهد برد. اهمیت کنفرانسی مثل داووس به هیچ وجه کمتر از مسئله پارلمان اروپا نبوده و اونجا خطر هشدارهای بزرگی دولت ایران از این سیگنال هایی که در داووس انجام شده گرفته. بهبانی گرامی، خیلی خیلی خیلی، یعنی چند تا موضوع ایران رو تو مخمسه انداخت. یکیش این مسئله دخالتش در اوکراین بود، یعنی اینکه خواست مثلا یه مانوری بده و نمیدونم به آمریکایی‌ها یه جوری خودشو لوس کنه و بگه من رفتم با روسا و تموم شد و خداحافظ. و از اون مهمتر مسئله این انقلاب مردم بود، این شورشی که مردم کردن، این اعتراضی که به وجود اومد و همه چیزشو به هم ریخت، در نظام رو در داخل به هم ریخت. نگاه میکنیم میبینیم که حتی جانی جنایتکاران خود رژیم، آدمی مثل موسوی تبریزی، شاید آدما امروز اون رو نشناسن، ولی یکی از جنایتکارترین آدما تو دهه 60 همین موسوی تبریزی و برادرش بودن، برادرانی بودن که واقعا جنایتکار بودن و او دادستان کل انقلاب بود. حتی او هم به صدا در اومده و میگه که طلبه ها در قم نمیدونم فوش میشنون، نمیدونم اینا که پولی ندارن، اینا که تو مسجدن نمیدونم پیش نماز مسجدن که با دولتی نیستن ولی فوش، یعنی اون ارکان نظام به هم پاشید. بنابراین یکی مسئله مردم حضورشون و بعد این فریادی که در خارج کشور کشیدن مردم و صدا رو به گوش پارلمانتارا رسوندن و بعد همونطور که شما اشاره کردی حضور ایرانیانی که در امروز در سیاست اروپا در کشورها نقش بازی میکنن، مثل همین آقای آخوندی، جوانی که سوئد اومده بزرگ شده درس خونده امروز در پارلمان، یا اون خانمی که در خانم اسکندری اگر اسمش اشتباه نکنم شهردار خانم دریا صفایی، نرگس، دکتر نرگس اسکندری، بله، در فرانکفورت خانم دریا صفایی، در بلژیک همسر آقای بشیرتاش. اینا خب خیلی مهمن، ولی این دوتا موضوع در حقیقت ماجرای روسیه و اوکراین و این حرکت مردم نظام رو به چالش جدی کشیده. بذارید حالا که صحبت بسرینه بریم سراغ وضعیت اقتصاد و وضع مالیش، ببینیم که وضعیت بانک ها اون رو چجوری میبینی. هفته پیش راجب بودجه قدری صحبت کردیم ولی دارم خود راجب بانک ها بشنویم. بفهم. بله، در این روزها ما میدونیم آقای بهوانی، شنوندگان ارجمند، که دلار خب رکوردهای زیادی رو زد. وضعیت اقتصادی، گزارش های اقتصادی که پی در پی می اومد و این سه مسئله بسیار بسیار کلیدی که واقعا اصلا کلن سیستم رژیم اقتصادی رو یک بار دیگر اینها رو به فلج کرده بود. یکی مسئله بحث همون بحثی بود که کسری بزرگ فاحش تراز بودجه بود. یک مسئله دیگر کسری تبادل موازنه خارجی بود، یعنی بالاتر بودن افزایش بیشتر واردات، ارزش واردات به صادرات بود، یعنی تراز تجاری ما بسیار بسیار وزش وخیم بود که اینها سعی میکردن که دروغ بگن. حتی گفته بودن که ما صادرات ما
ارزشش بیشتر از واردات ما بوده، یعنی تراز رو، تراز تجاری رو مثبت گفته بودند، حتی تا رقم 16 میلیارد رفته بودند، در حالی که حداقل 8 میلیارد این تراز منفی گزارش واقعی است. و بعدش هم تراز بانک ها، در واقع بیلانس، بیلان کار مالی سالانه بانک ها که همواره با زیان روبرو بوده، یعنی سه کسری، کسری بودجه، کسری موازنه تجارت خارجی و تراز بانک ها، که اینها ابرچالش های بزرگ این اقتصاد مفلوج رژیم جمهوری اسلامی با مخبرها و میرکاظمی ها و اون یکی سال آبادی که تبدیل شد به فرزین، که خیلی ها از همین اقتصاددان ها میگن کاش که این آدمی که اومده فرزین اصلا حرف نمیزد، چون وقتی که حرف زد فهمیدن که این چه دوباره چه آنتیکی رو آوردن جای اون یکی که بهش هیچی نشده، میگن این در واقع دلار فرزینی یا دلار مخبر، این دلارها رو به نام این الان اینها الان نام گذاری کردن. به هر حال اون چه که این سه کسری تراز گوناگون که عرض کردم، ابر چالش های بزرگ، وضعیتی ایجاد کرد که باز گزارشی که امروز بوده این بود که نوشتن یک بحث جنگی بود بین عبدالناصر همتی و این افراد سازمان برنامه بودجهشون، رئیس بانک مرکزیشون، اینها که اومدن گفتن آقا ما از بانک مرکزی برداشت مستقیم نکردیم، از همون آغازش عبدالناصر همتی به جان افراد اقتصادی اینها افتاد، گفت شما دروغگو هستید، شما اگر از بانک مرکزی برداشت نکردید در واقع از بانک ها برداشت کردید و بانک ها از بانک مرکزی برداشت کردند و حاصل کار بهتر که نخواهد شد هیچ، با توجه به این که ما پایه پولی ما، یعنی عبدالناصر همتی میگفت در زمان روحانی ما با یک پایه پولی 40,000 میلیارد تومانی روبرو بودیم و شما امروز الان گزارش عبدالناصر همتی اینه که شما پایه پولی رو باز در همین سال 1401 270,000 میلیارد تومان یک باره اینو رشد دادید، گسترشش دادید. و این یعنی این که بانک های گوناگون 160,000 میلیارد تومان افزون بر اون چه که بود از بانک مرکزی برداشت کردند. و این 160,000 میلیارد تومان در واقع به پایه پولی اضافه میشه که بعد اون جریان کسری بودجه رو و وخامت اون رو بیشتر خواهد کرد. در کنار این 112,000 میلیارد تومان دیگر اینها ریپو دارن. ریپو عملیاتی هست که با این عملیات، در ضمن این عملیات، اوراق گوناگونی که بانک ها در واقع خریدند، این اوراق رو هم ارز اون پول باز از بانک مرکزی میگیرن، یعنی دولت بانک ها رو مجبور میکنه چون مردم ندارن این اوراق، پول ندارن در بساطشون، این اوراق رو بخرن، بعد به موقع دوباره اینو تبدیل به پول بکنن، طلبشون رو از دولت دریافت کنند، بلکه اینها بانک ها رو باز مجبور میکنه که این اوراق قرضه رو، مشارکت رو بخره و این بانک ها دوباره میرن این اوراقی رو که از دولت خریدند، مجبور شدن بخرن، باز این اوراق رو جمع میکنن، میدن به بانک مرکزی، میفروشن به بانک مرکزی. یعنی دو جور بانک مرکزی، شنوندگان ارجمند، باید این ماجرا رو تحمل بکنه و این قرض، قرض دولتی است. دولت در واقع 160 هزار میلیارد تومان از طریق بانک ها اضافه برداشت، به بانک مرکزی داد، یک بار دیگر اوراقی رو که داده بود باز 112 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی باید بده. به این ترتیب بانک مرکزی از کجا میاره؟ بانک مرکزی که نفت رو
و درآمدهای نفتی رو که ما بارها گفتیم اونها یه جور دیگر به هر حال در یک جایی به سنگ و ساحل اینا خورده شد و از بین رفت. در مسائل گوناگون دفاعی و چی و چی خرج اینا شد و بهرحال اونو گم و گورش کردند. باید این رو از همین جاها تأمین بکنه. بانک مرکزی میاد چیکار میکنه؟ با افزایش پای پولی که عرض کردم 1:8 یعنی ضریب نقدینگی هر یک واحد که به پای پولی اضافه میشه 8 برابر اون، با توجه به سرعت گردش پول در واقع این باید پول نقد خلق بکنه، پول خلق بکنه، نقدینگی خلق بکنه. به دقت گفتن نقدینگی رو باید در واقع افزایش بده، چاپ نقدینگی. به این ترتیب ما با امسال با 270,000 میلیارد تومانی که با اون ضریب نقدینگی یک فاجعه ای رو در وضعیت اقتصاد ایجاد خواهد کرد روبرو هستیم. ابر چالش هایی که در واقع این تورمی که امروز صحبتش رو باز میکنن، میگن 46%، 53%، و حتی در یک سری از اقلام بیش از 200%، این تورم با توجه به کسری بودجه و با توجه به کسری تراز در واقع تجاری ما و وضعیت بانک ها به هیچ وجه قابل علاج نیست. در همین رابطه یک گزارش دیگری آقای فرشاد مومنی داده، میگه که در سالهای پیش، در 10 سال 8 سال پیش اگر قرار می بوده که ایران رشد اقتصادی 8% رو بزنه در سال و با اون برای اون 16 میلیارد دلار پول احتیاج بود، 16 میلیارد دلار سرمایه احتیاج بود که بتونه رشد اقتصادی 8% سالانه رو داشته باشه در زمان برنامه 4 توسعه، امروز در زمانی که دارن برنامه 7 توسعه رو که هر برنامه توسعه این 4-5 سال طول خواهد کشید اعلام کرده که 180-200 میلیارد دلار باید دولت سرمایه گذاری بکنه تا بتونه به جای اون 16.5 میلیارد دلار دوران توسعه 4 برنامه توسعه 4 باید به جای 16 میلیارد دلار 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنه. یعنی وضعیت اقتصاد رو شما ببینید، ما در کجا وایسادیم؟ اصلا این 200 میلیارد رو از کجا باید اقتصاد ایران تأمین بکنه که به رشد 8% که اینا بعدش رو میدادند؟ همینجور هر به هر حال دهن باز میکنن و با اون تبلیغات و پروپاگاندای مسئولین نادانشون اعلام میکنن که ما رشد 4% داریم و این رشد 4% رو ما در آینده زود به رشد 8% تبدیل میکنیم، غافل از این که خب ابعاد این جریان به لحاظ اقتصادی، معنای اینها، این اقلامی هست، این ارقامی هست که من الان گزارش کردم به شنوندگان ارجمند. خب به این ترتیب ما میبینیم که وضعیت اقتصاد ایران، مسئله نقدینگی در ایران، مسئله بحران بانکی در ایران چگونه است و اون گرسنگی که امروز اینها فقط آقای بهبهانی در بودجه این فاجعه است که یک کشوری 104,000 میلیارد تومان خرج آرد و نان و گندم مردم بکنه. یعنی کشور به جایی رسیدی مردم پول نون ندارند، این گونه گرسنه‌اند و ما این فقر سیاه رو که گفتیم جز 4 کشور فقیر دنیا هستیم رو به این ترتیب ما در سالهای آینده نمیتونن رژیم جمهوری اسلامی در چنین شرایطی که میاد قدر قدرتی میکنه، میگه اگر شما ما رو تحریم بکنید ما میاییم تنگه هرمز رو میبندیم. خب میخواد در واقع خروج اون چند میلیون بشکه رو بگیره، باز وارد جنگ دیگر بشه. حتی یکی از اینا گفته بود ما با کلاشینکوف ما میتونیم جلوی تنگه هرمز رو بگیریم، اینقدر ساده، در حالی که ما میدونیم اینقدر ارتش ها
و ناوگان‌های دریایی کشورهای گوناگون امروز اونجا هستن و اصلا خود چین به اینها اجازه نمیده که اینها اینجور قدر قدرت یاب بکنن. یعنی وقتی که شما در داووس میشینید همپیمانی های داووس رو یا در خاورمیانه میشینید ببینید که رئیس جمهور اونجا میاد این گونه همراه با اسرائیل و عربستان جهات بنیادی چشمانداز های اقتصادی خودش رو ترسیم کرده و به ایران هشدار میده، اینها وقتی این حرفا رو میزنن خب ما میبینیم که بنیادهای سیاست خارجی اینا و ژئو به هر حال جغرافیای اقتصادی و جغرافیای سیاسی اینها همه چیز در آتش قرار داره. به هیچ وجه حرفای اینها از روی عقل و برنامه و حساب و محاسبه برای در عرصه همون بین المللی در سطح خاورمیانه، در تنگه هرمز، در دریای عمان و سیاست خارجیشون در سطح جهان به هیچ وجه بنیادی نداره. همین فقری هست که امروز در داخل ایران فقر سیاه و فلاکتی که ما رو به این روز انداخته. آقای بهبهان، بسیار ممنونم از شما. ارزم به حضورت که خیلی خیلی یعنی آشفته بازاریست. البته وقتی که این همین فرزین اشاره کردی پیروز دوباره دلار یک کشش زیادی پیدا کرد به سمت بالا، دوباره اومد پایین، ولی این نوسانات من فهم می کنم ما هرچی که جلو میریم این قیمت بالاتر خواهد رفت با توجه به این شرایط. من فهم می کنم میشه پیش بینی کرد برای مثلا ماه آینده در اسفند این دلار خودش رو به 50,000 تا برسونه. شما فکر نمیکنین این اتفاق بیفته؟ خب سرنوشت دلار رو شما دیدید، این دلار فرزینی که این مردک اومده اسمش رو یا فرزین یا مخبر حالا دیگه فرق نمیکنه، این دلار که به پایش رو 28 و 500 هزار تومان گذاشتند هر دلار اینقدر، این دلار وضعیت دلار جهانگیری رو کاملا در هم ریخته و مشخصم شده. وقتی که دلاری که الان ببینید خیلی ساده میگن دلار 45 هزار تومان شده، ببینید آقای بهبهانی چقدر فاصله زیاد نیست. از همین یک سال و نیم تا الان که اینا میگفتن ما دلار رو 15 هزار تومان میکنیم، ببینید 45 هزار کجا، 15 هزار تازه بالا بود، اومده بود بالا، یعنی سه برابر اون 15 هزار تومان شده. اینقدر اینها فلاکت را آوردن. این روزا دوباره گفتن ما چند میلیارد دلار ارزمون رو، ارز بلوکه شده رو خارج کردیم. شما اصلا فرض بگیرید واقعا این حرف درست باشه، آخه این پول که دیگه تا بی‌نهایت وجود نداره که. الان اینا میگن که ما در سال پیش یک سری هم از این باز منابع همینجوری هوچیگرانه میگن اینا 50 میلیارد دلار نفت فروختند. خب این گزارش غلطه. خیلی از جاهای دیگر میگن آقا این فقط هوچیگری است، فقط شوه، برای اینکه بگن ما فروختیم و این پولا رو در یه جاهای نگه داشتیم و بعد میتونیم اینا رو بکشیم بیرون. اگه این درست باشه، فروخته باشن، پس چرا در همین روزهای اخیر، در هفته های اخیر که وضعیت به قول خودشون چند میلیارد دلار رو آزاد نکرده بودند دلار اینقدر پرید بالا؟ چون منابع ارزی نداشتند. هر موقع که اینها به این گونه هرچل میفتند، منابع ارزی به فرض 300 خورده ای 350 تا 400 میلیونش که اینا پمپ میکنن گاهگاهی به این بازار، به بازار نیما که نیما حالا باز سرنوشتی به بازار متشکل ارزی و بازار سیاهای خودشون، در اونجا شما میبینید وقتی که یه مدتی این کاهش پیدا میکنه، یک منبع از یک جایی ندارند، دوباره دلار میزنه 7,000، 5,000، 2,000 در عرض مثلا 3 ماه، 2 ماه یک بار یک پرش بزرگ میکنه. بحث اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا و تروریستی شناختن اینها که بود، اونجاها این خودش رو نشون میده. یا در تحریم امروز، در تحریم 37 نهاد و به هر حال سازمان اینها، نهادها و افرادشون، شما میبینید یک بار یک پانیکی میاد
دلار یکی دو هزار دو سه هزار تا میزنه بالا، سکه چند میلیون تومن قیمتش میره بالا. و طبعا اینطور الان دیگه اصلا در مرز 50 هستیم ما. شما ببینید 45 هزار در مرز 50 است. حالا اینکه اینا میگن دلار نیمایی ما 28500، اون که دیگه واقعی نیست، چون اونا به یه گونه ای در برای تاجران تامین میکنن دلار صادراتی. و گزارش امروز این بوده که کسی اجازه نداره دلار صادراتی رو آزاد بفروشه. حالا این یه ماجرای دیگره. یهو میبینید توکلی هشدار میده به برادر ارجمند، برادر عزیز آیت الله قاتل احمد توکلی، که چگونه یک شرکت تازه بنیاد اینقدر در کالاهای اساسی دستش رو کی باز کرده؟ و کی وجود نداره؟ همین جنایتکاران به قول احمدی نژاد برادران قاچاقچیت، اقتصاد زیرزمینیت. یک فشاری که میاد دوباره از اون جاهایی که این پولها رو، این سرمایه ها رو، این ارزها رو پنهان کردن، از اون آخرین جاهای مخفیگاه های خودشون میکشن بیرون و در این محاسبات یک بار دیگر بخش دیگرش رو خرج میکنن تا اینکه دیگه کاملا دستای اینا خالی بشه. ولی تاکید بکنم که فروش بیش از 50 میلیارد دلار نفت کاملا غلطه. و الا مخبر امروز اومد گزارش کرد که ما میتونیم از کاتهای مس ما میتونیم نمیدونم 10 میلیارد درآمد داشته باشیم. بعدها استرخرمن از فلان فلز میتونیم 2 میلیارد درآمد داشته باشیم. از این حرفایی که گاهگاهی میاد میزنه که برای مصرف داخلی، که یعنی اگه نفت نتونستیم بفروشیم باز فلزات گرانبهایی مثل مس و غیر و غیر داریم که اینها رو میتونیم در بازارهای جهانی براش مشتری پیدا بکنیم و بفروشیم. این گزارشات همه حاکی از اینه که اینها واقعا آخرین دارایی های خودشون رو، آخرین سرمایه های خودشون رو، آخرین منابع زیرزمینی خودشون رو هی میان به رخ مردم میکشن و میگن که باز ما راه مفری برای اینکه اقتصاد این گونه تحریم شده خودشون رو به باز زنده نگه دارند. من فکر میکنم که تمامی این گزارشات از این وضعیت سخت مالی اینها و خالی بودن خزانه اینها خبر میده بهبانی. و این ملت بیچاره هستن که باز با فقر بیشتر و بیشتر، یک روزی گوشت از سفره رفت، یک روزی مرغ از سفره رفت، سفره ها رفت، یک روزی تخم مرغ و ماکارونی و برنج رفت، امروز نون ملت هم، نون مردم ایران هم دیگه مثل به هر حال سالهای پیش روی سفره هاشون نیست. آره. یه چیزی که این رضا همجور داره میگرده و حتی شهبانو فرای پهلوی هم اومد گوه آقا این مزخرفات چیه میگید و اصلا ماجرا این شکلی نیست و اینا، خودشون همین چند وقت پیش یه مراسمی نشون دادن، نمیدونم این تاج و فلان و اینا رو بردن نشون دادن به مردم که بله ما اینا نمیدونم فلان و علیه نمیدونم پادشاهی حرف میزدن و از این حرفا یادشون میره. نمیدونم چرا اینقدر نادانن اینا، من نمیفهمم واقعا. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. هر جا رو دست میذاری به هر اداره رجوع میکنی، مستر اون اداره یا آدم نادانه یا آدم بی سواد. بی سواد به معنای بی سواد. حیرت انگیزه. یعنی طالبان اینگونه رفتار نکرد در افغانستان که اینا با مملکت ما رفتار میکنه. نمیفهمم واقعا، اصلا نمیدونم چی بگم. باز اومدن مدعی شدن که نمیدونم در دوران پهلوی نمیدونم مرز جغرافیایی ما رو به هم زدن، بخشایی از ایران رو به سمن بخت بخشیدن، نمیدونم دادن، نمیدونم بحرین عزیز ما رو دادن. مثلا بحرین مال ما نبود که بدیم ندیم، ربطی به ما نداشته. دوره‌ای که پرتغالی‌ها اومدن، دوره صفویه، دوره انگلیسا، اصلا این جزایر مال ما نبوده هیچ کدوم. بازم دم اون تیم خلعتبری و وزارت خارجه گرم که تو اون
سال تونستن این حاکمیتشون رو بر تنگه هرمز با این جزایر سگانه نمیدونم تنب کوچک بزرگ و ابو موسا تثبیت کنن. اونا هم یه جزایر خالی بودن، 6 تا آدم توی زندگی میکرد، 6 تا پر مار و عقرب و این چیز هاست چی. ولی فهمیده بودن، آدم های باسواد بودن، متخصص به کار بودن. چرا اینا آقای سلیمی این داستان تاج و نمیدونم جوارات سلطنتی رو مطرح کردن؟ فکر میکنی میخوان اینا رو بلطا کنن بدوزن؟ چیه داستانش؟ خب اینا هر جا ببرن اینا چیز شناخته شده است، خب نمیخرن ازشون، من که به قاچاقچی ها بفروشن. چرا این کار رو کرد به نظره؟ بله ببینید آقای بهبهانی عزیز، من و شما خب ما دیدیم دوران رو، دوران جوانی های ما بود. درسته ما افراد در اون دوران به لحاظ سنی اون تجارب زندگی رو نداشتیم، به هر حال جوان بودیم، ولی خب خیلی حوادث رو خوندیم، دیدیم، زندگی کردیم. ما سواد رو در کشور ما دیدیم، اهمیت پول رو، بازارهای جهانی رو، با همه تناقضهایی که در اون دوره وجود داشت، ما نفوذ و قدرت در واقع رژیم پهلوی رو در خاورمیانه دیدیم. بعدها در سفرهای دیگر حتی تاثیرات در همون پس از انقلاب، تاثیرات کشور ما رو در کشورهای گوناگون دیدیم که چگونه واقعا از ایران به عنوان یک قدرت بزرگ نام می بردند. از پول ما چطور صحبت می کردن، از پیشرفتهای ما، ما مقایسه کردیم. ما کشور ایران رو، ما شهرهای ما رو حتی با شوروی که یه زمانی حزب توده دروغ می گفت که اونها زندگیشون از زندگی ما بیشتره بهتره، ما در شهرهای درجه 3 درجه 4 ما از کشورهای خوب اتحاد شوروی پیشرفته تر بودیم. من اینها را دیدم، به چشم خودم دیدم 4 سال 5 سال بعد از انقلاب. خب ما یک کشور باثباتی رو پهلوی ها ایجاد کرده بودن. این اصلا به معنای نیست که بنده جمهوری خواه و در جوانی من، سالهای جوانی من، یک فرد عدالت خواه که امروز عدالت رو باز یه جور دیگر تعریف می کنم، آرمان خواهی رو در عدالت اساسی نمیدونم، بلکه واقع بینی رو در عدالت. حتی نگاه چپ که در جامعه طرفدار فرودستان جامعه هست و عدالت خواهی، در اون دوران کسانی به نام اون دروغ میگفتند به مردم ایران. ببینید این ادامه همون دروغ و دونکاست که میان میگن شاهان پهلوی ثروت ایران رو، الماس های ایران رو و چی و چی رو خارج کردن. بیگمان یا این دزدیده شده یا یک دستی پشت این جریان دوباره مسائل بیرون خواهد زد. اگر چنین بود تا کنون در این 44 سال این جنایتکاران 1000 بار اینو در بوق و کرنا کرده بودند. بنده نه وکیل مدافع خاندان پهلوی هستم و نه به عنوان یک طرفدار این خاندان شناخته شده هستم. بنده یک جمهوری خواه هستم که البته در کار ائتلافی همراه با نیروهای پادشاهی خواه بسیار علاقمندم با خانواده‌های سیاسی یک ائتلافی رو علیه این جنایتکاران پیش ببریم. ولی حقیقت کجاست؟ آیا واقعا رژیم پهلوی در اون دورانی که شما الان اسم بردید، از ابتهاج‌ها، از عالی‌خانی‌ها، از برنامه بودجه، از همین اسماعیل جان نوری علای ما، از احمد اشرف که امروز در خارج هستند، از افرادی که کار شناسان اون نظام بودند، چگونه برای اون نظام کار اینا را که ما دیگه دیدیم، که ما دیگه بنده دانشگاه تهران رو که دیدم، اقتصاد خوندم تو اونجا، من دیدم هم توی دانشگاه کشاورزی بودم اساتید ما، هم توی دانشگاه اقتصاد توی دانشگاه تهران بودم. خب ما میدیدیم که چه گزارشاتی بانک مرکزی داشت اون موقع، همون موقع که اینا میگن سانسور و الاوله بوده. ببینید تمام کارهایی که اینها در برنامه بودجه کردن، در آم مرکز آمار کردن، سالیان طولانی
اسناد اون رو، کاری که ابتهاش ها، عالی خانی ها، وزرای اقتصاد کیشکی کرده بودن آقای بهبهانی، حتی نقشه پل ها، حتی مسئله انرژی هسته‌ای، همه چی رو اینها سالهای بعد استفاده کردند، استفاده کردند. آخه چگونه میشه؟ آخه 100 میلیارد الماس، این چی که اینا میگن؟ بعد 4 تا آدم بیمار و دیگر که حالا به هر دلیلی این گزارش ها رو میخوان ضد فلان باشن، ما در جای دیگر به نقد به هر حال این خانواده سیاسی خواهم رسید، هیچ ربطی به این نداره. اگر رفتاری رو در جای دیگر به فرض انتقاد میکنن، بحث سیاسی است، بحث روز ماست. ولی آخه چگونه میشه رژیم پهلوی رو؟ من گزارش هایی رو میخورم که میگن خانم فرای پهلوی یک خانه داشته، اینو 14 میلیارد نمیدونم فلان میلیارد پول گذاشته، خورده و فلان رو اینا. شما ببینید آخه یک بهرحال یک منابع و یک مراجعی وجود داره. آدم اینا رو خب ما بنده به عنوان فرد اقتصاد خونده دنبال میکنم دیگه. اصلا چون این چیزی نیست آقای بهبهانی. اینکه اونها در اون دوران و افرادی از رژیم پیشین پولهایی رو چند میلیون فلان اینا با خودشون بردند که به ناحق هم بردند، ادهی از اونها الان 44 سال گذشته حرفی در این نیست. ولی آخه این کجا و اون کجا؟ آخه صحبت از چند ده میلیارد دلار الماس ها و چی و چی، به گمان من یه کاسه زیر نیم کاسه است. یعنی اینها به جای رسیدند که واقعا به همونها دارن دستورد میزنن آقای بهبهانی. یعنی به خزانه اون چه که در ایران، حالا ببینید چقدر ما در موزه های فرش های زربافت داریم، ما دارایی ها داریم در این کشور که جای دیگر یک گزارش دیگر میتونم اصلا در این مورد آماده بکنم. بخشی از این فیشبرداری ها رو هم بنده دارم، واقعا الان باید به اونها رجوع کرد، چون این سوال رو شما موقعی مطرح کردید که من اصلا فقط این خبر رو خوندم. ولی خب ما میدونیم اینا وقتی که میگن ما در سالهای اخیر واگذاری ها رو انجام دادیم، بخش بزرگی از اموال دولتی رو اینا واگذار کردن، به پول تبدیل کردن، یا این رو به سهم و سهام تبدیل کردن، در بورس بردن فروختند. در آخر دوره حسن روحانی، در اون 2 سال آخر، نوبخت میگفت که دولت 7 میلیارد تومان پول داره که میتونه اینا رو واگذار بکنه و خودش رو ایمن بکنه از بحرانهای اقتصادی. بخش بزرگی رو اینها در اون واگذاری ها فروختند، از دانشگاه آزاد تا چی تا چی تا چی، اموال رو واگذار کردند، اموال شهرداری های کشور رو، شهرهای بزرگ رو، اموال شهرداری تهران رو دستبرد ها زدند اینها. الان رسیدن به اون قسمت سخت هسته خزانه دولتی ما. اینها شمشای طلا رو به سکه تبدیل کردند، چندین ده تن رو فروختند از موجودی خزانه ما رو. این هاست که ارزش پول ملی رو به این فاجعه کشونده. بارها گفتم پول ملی کشور رو داغون کردن از تجزیه اون کشور بدتره آقای بهبهانی. اینو یک فرد اقتصاد خونده و مردم فقیر بعد از اینکه دیگه نون ندارن بخورن متوجه میشن چه فرقی میکنه. شما یک کشوری رو میخوای نابود بکنی، پول ملیش رو نابود کن، مثل ونزوئلا، مثل سوریه در یک دورانی. تازه سوریه وضعش 8 برابر از وضعیت ما امروز وضعش بهتره از لحاظ پول ملی. خب به این ترتیب این یک دروغی هست که عرض میکنم، شهادت میدم با تمام اخبار و ماجراهایی که به هر حال ما به عنوان جمعیت اقتصاد خونده، اهالی اقتصاد خونده، این اقلام رو باید یه جایی خونده باشیم دیگه. همچی چیزی کاملا دروغ و دونگ در مورد رژیم پیشین. و کسانی که وارد این میدان میخوان بشن، هشدار میدم به اینا وارد دروغ و پروپاگاندا نشن. راولا شما به درستی اشاره کردید، اینا مقاصد شومی پشت اینها هست. اتحاره میخوان اینا رو خورد کنن، تیکه تیکه کنن، ببرن تیکه بفروشن.
به جمهوری خواهان مسئول متحد، به چپهایی که منتقد پهلوی ها هستند هشدار میدم وارد این میدان نشن، تقاضا میکنم وارد این میدان نشن، آبروی خودشون رو نبرند، حداقل در این زمینه نه به خانم فرای پهلوی، به خاطر اینکه اگر واقعا این رئیس جمهور، این همسر این رئیس جمهور اگر ذره ای از ارزش های همون خانم فرای پهلوی رو اصلا در ذره ای از اون ارزش های اون بانوی برحال فرهیخته رو اینها نداشتند، این مسئله هست روشن که اونها این کشور رو در خیلی از ابعاد کوشش کردن این ایران رو حفظ بکنن. من بارها گفتم و موقعی که اون ایران به دست این جنایتکاران افتاد اون یک کشوری بود واقعا. و امروز واقعا نه هر چی بگن اونا ایران رو دوست داشتن، این شک درش نیست. بذارید یه ویدیو با هم ببینیم، آقا برمیگردیم با شما گفتگو ادامه میدیم. بذارید من اینو درست بکنم. ریال ایران درست الان ارزش نداره ولی مرام داره، همون اندازه که این رفته بالا دلاره این ریال اومده پایین. مرام این ریال انقدر الان کشیده پایین، همین الان که دارم باهات صحبت میکنم انقدر ریال کشیده پایین که همه جاش معلوم دیگه، اصلا جایی نداره. اینا تورم که چه عرض بکنم، سرمایه هوا رو نتونستن کنترل بکنن، ابرقدرت دنیا سرمایه هوا رو نتونسته کنترل بکنه، رسانه‌های خودشون زدن، رسانه‌های کذاب خودشون زدن که آقا صدها نفر مردن تو این سرمایه آمریکا. بعد تو میتونی آخه تورم کنترل کنی؟ بیا برو. بعد پژوهشگرای ما تو همین مملکت دارن چیکار میکنن؟ تحقیق کردن، بررسی کردن، گفتن آقا اگر میخواید جلوی کاهش شدید دما رو بگیرید راهکارش فقط آلودگی هوا. هوا رو آلوده کردن. به این میگن استراتژی راهبردی در مسائل ژئوگرافیکال جامعه. چیزایی که من اجازه دادم بهت بگم، یکیشو تو صحبتام بهت گفتم، از کاهش شدید دما جلوگیری میکنه، پس مصرف گاز. حالا با جمعتون حال کردم. یه چیز دیگه که نباید میگفتم ولی میخوام بهتون بگم اینه که وقتی که ماشین میاری بیرون از درب منزل من برات تر میذارم، تو جریمه میشی و اینجوری بودجه یه کشورم تعمیر میشه. بقیهشو نمیگم، میدونم نمیگم. چی گفتی آقای سرینی؟ چرا میخند؟ خدا وکیلی برم چی گفت؟ شما ما رو امروز خندون دید آقای بیمار. به خدا اصلا آدم تعجب میکنه، میگه این باحاله، نمیدونم اون رفت پایین رفت بالا، شفافه. این مغز خود مخبره، این مغز خود. حالا از این بامزه تر اون یکی کیفکشه چی بود؟ نامرسون شرکت کیسون، یه آدمی بود که خیلی ها میدونی که سنترال بانک، بانک مرکزی تو همه جهان یکی از مهمترین ها در اقتصاد هر مملکتی اون بانک مرکزی سنترال بانکشه، یه همه بانک ها در حقیقت زیر نظر اون سنترال بانک اداره میشن و پاسخگو هستن به سنترال بانک. و رئیس سنترال بانک، بانک مرکزی ایران، یه روزگاری یادمی بود به نام مظاهری که بعد تو آلمان گرفتنش، گفتن داری چیکار میکنی، این پولا چیه و خودت میبری این برون، و گوله دارم میرم حقوق این کارگرها تو ونزوئلا، شرکت کیسون داره ساختمون سازی میکنه اونجا، این پول کارگرا رو دارم میبرم. یعنی شما فکر کن که رئیس بانک مرکزی بشه نامه رسون یه شرکت ساختمونی، بعد ادعا کرده که نقدینگی در دو سال دولت رئیسی 100% اضافه شده و دولت برای مهار تورم از رشد نقدینگی بیجا جلوگیری کنه. این چی میگه آقای، این یکی چی میگه؟
این نامه رسونه چی میگه؟ خب این همین بحثی بود که ما در دقایق پیش داشتیم آقای بهبهانی. اتفاقا شما اگر آخرین گزارش آقای فرشاد مومنی رو در همین خصوص دنبال کنید یا خود گزارش رؤسای بانک مرکزی، تعداد زیادی رئیس بوده ما در این سالیان 44 سال که از افرادی مثل نوربخش و دیگران هم در این میدان خب کارهای یه مقدار بنیادی تر کرده بودند. ولی شما بقیه رؤسای بانک مرکزی رو، خود همین عبدالناصر همتی که این همه ادعا داره رو بخواید ببینید، همه اینها این نظام بانکی و بانک مرکزی رو به این فاجعه ای که الان میبینید به سر این بانک آورده، همه اینها مقصرند. و یکی از به هر حال از لحاظ کارشناسی یکی از پایین ترین ها، بی کیفیت ترین ها همون مظاهری بوده، یکی از بی کیفیت ترین ها بود. خب اون به قول شما نامرسان که چه ارز کنم، اون در اختلاس و دزدی و اینها اونا برکنار کرده بودن، خود اون نظام او رو برکنار کرده بودن، دستش در همین پولشویی ها بود مثل خیلی های دیگر. ولی شما ببینید وقتی یه رئیس بانک مرکزی در خدمت مثلا همین علی صالح آبادی که در خدمت مصباحی مقدم بود، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، فرد بالای اونجا، کسی که در بالای بانک مرکزی قرار میگیره، بعد یک اختلاس رو، بعد یک دزدی رو، بعد یک برحال اینجور ماجراها رو داره و از اون برم ذره توان کارشناسی نداره، اصلا نگاه بانکی نداره. بانک یک رشته ای از اقتصاده که واقعا تخصص درش فوق العاده کلیدی است و این رو جز بهترین در واقع تحصیل کرده ها و با تجربه ترین ها که روی خود بانکداری کار کردند، روی اون در واقع میتونن دست داشته باشند. شما هر فرد اقتصاددانی رو در یک جایی نمیتونید به عنوان رئیس بانک بذارید که الان شما مسئله بانک مظاهری رو دارید مطرح میکنید، این رئیس بانک رو. به هر حال این دزدی ها مثل همیشه جریان داشته و همین امروز هم توی بانک مرکزی شما میبینید که وقتی که روحانیون رو آوردند شریک کردند در نظام بانکداری و اساسنامه بانک مرکزی رو تغییر دادند، یعنی هر اون چی که به عنوان شایستگی بوده، به عنوان کارشناسی بوده، اینها این رو از بانک دور کردند. امروز تغییرات در بانک مرکزی یک امر بسیار حساسی، ضمن این که شما از شرکت کیسون نام بردید که این شرکت کیسون حداقل در همین جا ما چند بار راجع به این شرکت و اینکه این شرکت از زمان نزدیکی های انقلاب، بعد از انقلاب چگونه در دست فردی که در چپ ایران به اصطلاح در اون چپ نماهای ایران یعنی فرخ نگهدار و خانواده او و اینکه این چگونه در ونزوئلا سرمایه گذاری کرد، خب ماجراهای زیادی رو هم من صحبت کردم، هم فکر میکنم که آقای مهدی اصلانی هم در همینجا یک بار صحبت کرد که اون شرکت اصلا چه پیشینه و چه پشتوانه ای داشته در خود امر در واقع تاراج، یعنی همدستی با بخشای از اقتصاد زیرزمینی و سپاه پاسداران و سفارش های کاری که میگرفت، چطور در یک کشوری مثل ونزوئلا در واقع اونها ریشه دووندن، که اون خودش یک بحث جداگانه است. آقای بهبهانی خیلی فاجعه است، یعنی هر جوری نگاه میکنی فاجعه است. بذارید با توجه به وقتی که داریم بریم سراغ تحلیل سیاسی شما از اوضاع احوال، و شما این مطلبی رو توی در حقیقت اینستاگرام فرستاده بود، تو واتساپ فرستاده بودید، اگر اجازه بدید من از همون مطلب شما رو بخونم. اساسا بله، نوشته هستش که
ایرانیان برون مرز و نقش پشتیبانی گسترده و خلاقانه آنان از رستاخیز میهنی زن زندگی آزادی. یک، جنبش انقلابی و رستاخیز بزرگ شهروندی در برابر رژیم نکبت اسلامی پایه ها و ستون های اساسی جمهوری اسلامی را به لرزه درآورده و دستگاه های امنیتی نظامی آن را دچار اختشاش و سردرگمی کرده و راه ها و شیوه های سرکوب را یکی پس از دیگری بی اثر ساخته است. هزینه سرکوب جنبش مردم اکنون با گسترش به ویژه دامنه های جهانی و امواج پشتیبانی برای رژیم بسیار سنگین شده است. دو، محکومیت و ضربه نهایی به سپاه پاسداران اکنون به عنوان یک پروژه مهم ملی در بعد سیاست و مناسبات بین المللی پیش روی ما ایرانیان برون مرزی است. سوم، سالیان طولانی جمهوری اسلامی در بین ایرانیان برون مرزی به ویژه در کشورهای غربی پایگاه‌های مالی و تبلیغی و امنیتی را برای حفظ و نگهداری منافع و موجودیت خود فراهم آورده بود که اکنون دومینووار ریزش کرده. چهارم، نسل‌های اول و دوم و حتی نسل سوم جامعه ایرانیان مهاجر اکنون در اتحاد و اتفاق بی‌نظیری در برابر رژیم ایستادند و با پشتیبانی از جنبش داخلی و حتی ابتکارهای گسترده خود سبب انسجام و هدفمندی و پیشرفت بیشتر این رستاخیز میهنی شدند. تظاهرات پی در پی ما در جهان گواه این اتحاد و همبستگی شکوهمند ماست. پنجم، هر گونه پروژه هایی که ناگهان و بدون تدارک و تجهیز اعلام می شوند و به ویژه از سوی افرادی که جنبش پشتیبانی آزادی خواهی ایرانیان برون مرزی و ویژگی های آن را نمی شناسند موجب پراکندگی صفوف اتحاد نیروها خواهند شد و این موارد کاری پروژه های مهمی مانند تروریست شناختن سپاه و غیره را می تواند تضعیف نمایه. ششم، نقش افراد سرشناس به ویژه تازه وارد به خارج و دیگران که محبوبیت هایی در عالم ورزشی و سینما و غیره دارند، رهبری سیاسی و اتخاذ استراتژی و راهکار در فضای پیچیده سیاست در ایران و عرصه بین المللی نیست. از این رو رسانه های رنگارنگی که با تیراژ های پرشمار سپهر رسانه و جنبش را زیر نفوذ می گیرن باید حداقل از طرف آگاهان جنبش به سرعت و به درستی مورد نقد و انتقاد قرار گیرند و از سوی سازمان های تظاهرات خیابانی جدی تلقی نشوند تا ته و پروژه های شتاب زده آنان با موازی سازی هایشان اتحاد ما را دچار نقصان ننماید. هفتم، ماه بهمن پس از 44 سال یادآور فاجعه و رویداد نکبتباری است که میهن ما را به ویرانی و تباهی کشان. از این رو در سراسر جهان در روز 22 بهمن 11 فوریه حرکت‌های اعتراضی مبتکرانه و تظاهرات گسترده‌ای برگزار خواهد شد. ما با تمام نیرو تنها حکومت اسلامی را نشانه خواهیم گرفت. حضور متحدانه ما با هر فکر و گرایش سیاسی جمهوری‌خواه، مشروطه و پادشاهی‌خواه، چپ و عدالت‌خواه و هم‌میهنان ما از هر تیره و تبار و قوم و همه نهله‌ها و اقلیت‌ها در میدان‌ها مبارزه در میدانهای مبارزه زامن پیشرفت و پیروزی جنبش زن
زندگی آزادی ماست. عسکر سلیمی، 4 بهمن 1401. دلم میخواد که خود شما بیشتر باز کنید ببینید که چون این داستان وکالت میدهم اصلا ماجرا رو به قول این آمریکایی‌ها یه جور دیگه ای کرد و در حقیقت وارانه شد. اون چیزی که انتظار میرفت نبود. اینجا اشاره میکنیم، من یادمه که این هنرپیشه فرخ نژاد که حالا همچین هنرپیشه دست اولی هم نبود، اومد و گفت من 90 میلیون امضا میگیرم و از این حرفا زدن عاقبتی بد داره. من نمیدونم چرا چگونه یه حرکتی داشت پیش میرفت، درستم بود. و الان شما داریم میبینیم مثلا خانم علی نژاد در داووسه، خانم علی نژاد میره هالیفکس، نمیدونم خانم علی نژاد میره با مکرون، هیچ وکالتی هم از کسی نداره، رو لابی خودش و فعالیت هایی که میکنه میره این ور اون ور. حالا اشتباه درسته اوناش اصلا موضوع ما نیست، ولی این نمیدونم چرا این کار کردن هنوز نفهمیدم. شما توضیح بدین راجب همین نوشته خود. بله، بنده که از استراسبورگ اومده بودم، شما هفته پیشم یه گزارشی از من رو، خیلی پیام کوتاهی بود و نگرانی من رو در استراسبورگ رو، من اونجا هشدار دادم که یک بوهایی داره شنیده میشه که در استراسبورگ هم دستهایی حضور پیدا کردن و یک کنتاکت ها و یک تصادم هایی رو سازماندهی کردن که یک پیام کوتاه دیگری، چون به هر حال عنوان یک فردی که در کف خیابان ها همراه با جوانان ما، همراه ما مردم برون مرز، پیران و سال خوردگان و به هر حال نسل میانی، واقعا در تمام این 4-5 ماه شریک اونها بودم و در تمام این سالیان خارج کشور جزی از اون خاکی بودم که در خیابان در واقع عرض می کنم بدون هیاهو همراه با مردم بودم و خاک خوردم. می دیدم توی استراسبورگ هم، من دیدم که گروه کوچکی قصد اینه داره که غصب بکنه، که مصادره بکنه، که مصادره بکنه. متاسفم، ولی یک چیزی به یاد من میاد که اصلا نمیخواستم این در مثل هم مناقشه نیست. موقعی که ما جوان بودیم، جریان جوانی به نام سازمان فدایان بسیاری از جوانان رو که ما در واقع در سالهای بعد از 50 موج جوانی ما رو به نیروی فدایی برده بود، حزبی بود که بهش در گیلان میگفتن حزب باد، یا مردم میگفتن حزب منحله توده. این حزب وقتی که میدید جوانانی که حالا گرایش نه چین رو قبول دارن نه شوروی رو قبول دارن، معتقدن که نیروی چپ باید ملی باشه، مستقل باشه و جذب گرایش های جهانی نمیدونم پرو چینی و پرو شوروی و اینا نشه، پرو آلبانی و اینا نشه، که سازمان فدایان که به هر حال با اون بنیانگذاران خودش که شادروان، بیژن جزنی و دیگران که انسانهایی بودن به هر حال مستقل بودن، حالا از یک راهشون، راه مسلحانهشون نتیجه نداد یا نادرست بود، باید مبارزه را به جور دیگر می بردن. در جاهای دیگر من به اون پرداختم، در بهمن ماه باز اگر فرصت باشه در نقد اون شیوه مبارزه عرایزم را خواهم داشت. اما اونها جوانانی بودن مستقل. در اون دوران حزب توده برای اینکه این جوانان رو بخوره، مدام هی خودش رو به شکل مصادره این نیرو، چون از لحاظ فکری یا به یک دلایلی یا کم می آورد، هی میخواست این نیروی جوان رو بخوره. من واقعا این همین حالت رو با تمام همین صراحت لحجه، با همه این صراحت لحجه میگم، کسانی که قصد مصادره جنبش رو دارن و امروز میان میگن که چون در ایران به فرض در یک جاهایی در خیابان از شاهزاده رضا پهلوی، از آقای رضا پهلوی حمایت میکنن، پس این جنبش کف خیابان همه مال ماست، اینها
من این رو در استراسبورگ و در گذشته هم دیدیم، در همین چهارمان بود، ولی محلی از این مصادره وجود نداشت، چون اینقدر جنبش شاداب بود، تر و تازه بود، نیرومند بود و هست به گمان من که کسی نمیتونست. بارها یه گروه کوچکی فرق نمیکرد، یه گروهی از مثلا به فرض از چپهای افراطی یا یه گروهی از کردهای افراطی ما واقعا می اومدن در یک اجتماع 5000 10000 نفره، پرچم 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 پرچم. خب آقا تو با شعار که نمیتونی افکار مردم رو مغزشویی بکنی در عرض 2 ساعت. یا گروهی از سلطنت طلب افراطی با عکسای آقای رضا پهلوی مثل لومپنها سرازیر میشن به جمعیت. به قول جوانای خود ما، تعدادی از اینا مشروب خورده و نمیدونم چی کشیده و اینها، که آب دهنشون در شعارهاشون به روی مردم میریزه. خب اینها قصد مصادره دارن، میگن که جنبش چون در یک جای شعار به نفع شاهزاده دادند، پس جنبش مال آقای رضا پهلویه و در اینجا خیابانی که 4000 نفر هستن، ما در اینجا نیروی برتریم. خب این افرادی که افراطی و لومپن هستند، به جای اینکه به آقای رضا پهلوی چهره بدن، خودشون رو بی‌آبرو کردن و از اعتبار او هم کاهش دادن. این ما در استراسبورگ در 2 گروه کوچک دیدیم، در 2 جا به من گزارش کردن که وجود دارن، در شهرهای دیگر هم وجود دارن. اینها تنها نیستند. به نام رژیم جمهوری اسلامی اگه بخواد حمله بکنه به تظاهرات ها، از همین طریق میکنه. بارها هم البته آقای رضا پهلوی خودش گفت آقا اینها به من منتسب نیستند، اینها از من نیستند. کوشش کرد که این اراذل رو، این اوباش رو، این لومپن ها رو از خودش دور بکنه. تا اینجا ماجرا همه چیز اوکیه، تا اینجا همه چیز اوکی است. اما ماجرا تموم نمیشه آقای بهبهانی. و سوال شما، امروز ما در یک برهه حساس تر قرار داریم. رژیم جمهوری اسلامی هم به اینجا بسنده نمی کنه. ما وقتی که میگیم جنبش، یا شما اشاره کردید که جنبش یک سازمان متشکل ضروری است داشته باشه، انسجام رهبری بیشتر داشته باشه، که ما به گمان من ما داریم در اون جهت حرکت می کنیم و به روزی به اونجا خواهیم رسید. وقتی که شما نبود اون نیرومندی نهایی رو امروز دارید توضیح میدید، اون سری که باید شاید 2 سال دیگر، 1 سال دیگر ایجاد بشه تا همه جور شایستگی رو داشته باشه، که ما در راه اون داریم میریم و بخشایی گامهایی در اون جهت رو برداشتیم. به اون جهت رسیدن راه و نقشه و استراتژی و راهکار یعنی تاکتیک احتیاج داره. ما که راهی اون هستیم، دشمن هم تو این راه میدونه که چطور به قول شما اون قصه هایی که شما میگی، اون جادوگر یه روز پیره، یه روز جوونه، یه روز یک بستر زنه، یک روز یک مرده، یه روز یک جانوره، یک روز یک، اون هم هست اجراهای هفت سره، یک روز یک مار خوشقتقاله، اون هست. اون میدونه که یک روز کف خیابان و 4 تا لومپن رو میاره، یک روز برای شما یه اکادمیکه رو میاره، یک روز برای شما یه تاجر بزرگ میاره، یک روز برای شما یک فرد دیگری رو به نام مبارز میاره، یک روز برای شما میاد میگه آقا این آدم 50 سال مبارزه کرده، اصلا استراتژی مبارزه رو ریخته، یک روز برای شما یه فوتبالیستی رو، آقای کریمی رو میاره که بیچاره اصلا نمیدونه داره چی میگه. آقا 18 میلیون 14 میلیون فالوور داری، فالوورای تو جوانای زیر 18 سالند 15 میلیونش. آخ اونا که نمیدونه استراتژی تاکتیک چی عزیز من، تو اومدی به برو پناهندگی تو بگیر. اگرم میخوای از انقلاب زن زندگی آزادی دفاع بکنی آقای علی کریمی، خب بکن، این حق توست، باید بکنی. تو امروز خیلی به فرهنگ میتونی اضافه کنی، ولی یک آدمی که پزشکه، این که زبانشناس که نیست، این که آدم پولیتولوگ که نیست، این که اقتصاد که نخونده، این که جامعه شناسی نخونده،
آخه حد دو نگه دارید. شما نیامده میایی میخوایی پشتیبان استراتژیست شاهزاده باشی. آقا نکن این کارو، راحت باشیم. آقا آقای حمید فرخ نژاد، اول اینکه تو باید بیایی اصلا برادری تو ثابت کنی. تو 40 سال توی فیلم های چنین و چنان بازی کردی، اومدی میگی که سیاسیون ایران فلان رو میسارند، تو داری به اینا فحاشی میکنی. بعدم میایی میگی من 3-4 میلیون رای دارم. خب 3-4 میلیون رای تو رو امیر تتلو هم رای داشت، میخواست اون رای رو بده به رئیسی قاتل. حالا تو میای یه چهره دموکرات رو، یک چهره در نگاه مردم ایران شناخته شده که سمبل، که نماد یک جامعه مدرن رو برمیداری. اصلا نباید آقای شاهزاده، آقای رضا پهلوی، تو نباید اجازه بدی به اینها. آقا بگو متشکرم، ممنونم. آقای رضا پهلوی، بنده که یک فردی است که کارآفرین هستم، 30 سال دارم کارآفرینی میکنم. خوب توجه بفرمایید، جناب عالی هم یک فردی هستی که هم میدونی سرمایه چیه، هم مشهوریت داری، هم مقام داری، هم معروفیت داری، ولی حرف یک شهروند رو گوش کن. بارها آدم چاپلوس که به من نزدیک میشه، اولین چاپلوس رو از خودم دور میکنم، چون میدونم این در واقع بنیاد من رو میخواد بزنه. اول این از خودم دور میکنم با نهایت احترام. کارمند از گریش آلمانی داری، یونانی داری، کرد داری، نمیدونم همه چی، یوگسلاوی داری، همه اینا هر کدوم هم یه جورند. خب اینها از اساس کار زندگی است. آدمی که میاد پیش شما، آخه این آدم هنوز نه تاکتیک میدونه، نه استراتژی میدونه، نه مبارزه کف خیابان میدونه، نه 100 نفر رو سازمان داده برده تظاهرات. آخه این که فلاور داره، خب این چه دلیلی سننه؟ چه به درد شما میخوره آقای رضا پهلوی؟ شما از هواداران این میخوای 20 میلیون هوادار سیاسی داشته باشی؟ نه بزرگوار، نه عزیز من، نمیتونید. اینها به درد ائتلاف سیاسی شما نمیخورند. فکر نکنید که بنده اینجا نشستم میخوام بیام اونجا پستی بگیرم، ماموریت بگیرم. من از جیفه جویده و نجویده دیگران هیچ گونه، هیچ وقت به هر حال در اون فضا اون رو تغذیه نکردم و اعتقادیم به این کارها ندارم. اما واقعا این هشدار رو خیلی با لحجه صریح شماری من، گیلکی من به شما میگم. اگر فکر میکنید که ائتلاف سیاسی رو شما به این گونه میتونید از طریق تعدادی از کارشناسای شما داشته باشید، اشتباه میکنید آقا، اشتباه میکنید. اجازه بدید، بارها از شما خواستیم که بیایید بشینید با یک جمعی حرف بزنید، دیالوگ بکنید. پایین که نمی اومدید که از این که از این جریانات اینجور آدم ها بیان مشاورتون بشن، به شما پشت پرده بگن اگه اینو بکنی 20 میلیون رای میاری، 30 میلیون رای میاری و بعد میتونی ائتلاف بزرگ درست کنی. آقا نمیشه، ائتلاف قانونی داره. آخه این همه انقلاب های بزرگ صورت گرفته. من نمیخوام برگردم به این 10 سال. ما هم بارها اشتباه کردیم، ما هم بارها طرحهایی رو پیش بردیم، به خاطر اینکه جنبش در ایران چیز نبود نتونستیم به نتیجه برسونیم. هیچ ادعایی هم نداریم، بنده هیچ ادعایی ندارم، ولی شما که بارها کوشش کردی و دیدی که نمیشه، شما باید در این ماجرا با دانش بیشتر، تجربه بیشتر، الان که اعتباری هم پشت شما هست، ادعی میگن شما 20%، 30%، آخه این چه حرفی بود که شما بیایی رای بگیری بعد بری در جامعه جهانی از ایرانیان دفاع بکنی؟ این چه حرفی آقا؟ شما اونقدر اعتبار داشتی؟ همین خانم مسیح علی نژاد ببین، توی داووس میره، توی فلان میره، توی فلان پارلمان میره، خوشبختانه شکر هستی، زبان رو بلدید، اعتبار دارید، بخشی از نیروهای جامعه به شما اعتبار و ارزش قائلند. آخه چرا این ثروت رو این گونه دارید استفاده میکنید؟ آقا نشد،
شما باید در عرض یک هفته خب یک کار دیگری میکردید. آقایون و خانوم هایی که دارید از این طرح دو تا آدمی که از ایران اومدن، دو تا روزنامه نگاری که اصلا پیشینشون معلوم نیست، دو تا تلویزیون چی که واقعا معلوم نیست کیها هستند، آخه شما به اونا احتیاج نداشتید. شما ابزارهای زیادی دارید، بشینید تمرکز بدید ببینید چگونه این مشکل رو حل بکنید. ائتلاف، معنای ائتلاف جمع عددی فالوورهای سه تا چهار تا هنرپیشه و نمیدونم فوتبالیست و اینا نیست. در هیچ جای دنیا این فونکسیون نداشته. این اتحاد و ائتلاف نیست. جوانای سیاسی ما رأی دیجیتالی رو طرحا وجود داره، کارها شده روی این. شما باید تمرکز بدید، بیشتر ممارست بکنید، بیشتر بررسی بکنید این جنبش رو. اولین که آقای مهوانی در کف خیابان این حرفا در جلوی نمیدونم در برلین و در استراسبورگ و جلوی در بروکسل و اینها هیچ جایی نگرانی نیست. شنوندگان، بینندگان ارجمند، ما به یک درجاتی از انسجام رسیدیم که اونهایی که میخوان برن استراسبورگ میرن، در پاریس اجتماع چند و چندین و چندین هزار نفره برگزار خواهد شد. شکی نکنید دچار ناراحتی نشید. رژیم جمهوری اسلامی گلویش در دست جوانهای ماست، در دست نسلیه که حتی بخشی از اینا بسیاری هزاران اینها زیر 20 سالهان. من اینا را دیدم، من اینا را دیدم، عشق ریختم، بزرگ شدم. سالهای تنهایی ما با چند صد نفر، نهایت با هزار نفر بودنهای ما را در عالی ترین شکل ما پشت سر گذاشتیم. ما جوانهایی را، ما کودکانی را میبینیم که میان کنار آدم وای میستن، آدم نگاه میکنن، آدم لذت میبره با پدر مادرشون، با پدر بزرگ و مادر بزرگشون. اینها رها شدن، این تیر از شله رها شده است. ایرانیان همه جا حضور دارن، این جای افتخار همه ماست. و این نیرو رو نمیشه این چند صد هزاری که در خیابانها به شکل اینکه بارها حضور پیدا کردن، حضور میلیونی پیدا کردن، چند صد هزار نفر، وقتی که در صدها و بیگمان بیگمان در هزاران حرکت شرکت می کنند، ضرب می شند در اون تعداد حضورشون. حضورشون چند میلیونی است در اجتماعاتشون. و امروز ما اونها را شاهد هستیم. حرف من در همین نوشته پیام کوتاه از اون آخر شروع میشه. ما امروز خانواده های سیاسی چندگانه از بلوچستان ما که این گونه داره مقاومت میکنه، آفرین به مردم بلوچستان و سیستان که اون گونه در اونجا دارن مقاومت میکنن. واقعا ببینید آقای بهبانی، چند ده هزار نفر الان مدت هاست این رژیم نمیتونه این مردم رو سرکوب کنه و رهبر به هر حال سیاسی و مذهبی خودشون رو اون گونه مثل نگین انگشتری در درون خودشون حفظ کردن. رژیم نتونسته توطئه بکنه تا الان. همین گونه در کردستان، همین گونه در اصفهان، در شمال ایران، در خوزستان عزیز ما، در تهران و کرج بزرگ ما، در همه جا ببینید این جنبش به هیچ وجه، این جنبش داره خودشو جمع میکنه، خودشو باز میکنه. این ضربان قلب این جنبشه. این قلب جمع میشه، باز میشه، منبسط میشه. این انقباض و انبساطش این خون رو در واقع جاری میکنه. این جنبش به پهنای سرزمین ایران نه، در ابعاد جهانی امروز شکوه خودش و توانایی خودش و این فرش قشنگ، این موزاییک خودش و فرش پرنیانی خودش رو به جهان نشون داده. این به روشنفکران پاریس 50 سال پیش نشون داده معنای زن چیه، معنای مبارزه از آزادی زن. نگاه به جنس دوم امروز دیگه اون بحثای دوران قدیم نیست. زن امروز در واقع مایه مباهات و منبع انرژی آزادی میهن ماست. دوستان عزیز، ما از شاه میهن آبادی گذشتیم. به ما، به ملت ما
اینجور شعارها رو تحمیل نکنید. آیان سلطنت طلب، زن، زندگی، آزادی یک شعاری است برخواسته از جان ملت ایران، از گفتمانی که حاصل زندگی مردم ایرانه، از اهدافی که آرام آرام رشته شده. به این راحتی هم پنبه نمیشه، این با جان و با سرشت ما آمیخته شده. زن ایرانی سالها اینو سرکوب کردند، در درون خودش رفت، اومد بیرون، شکوفا شد، زندگی رو داره تغییر میده، هم برای خودش هم برای مردم ایرانی. شاه میهن آبادی شما شعاری نیست که شما بتونید با اون جنبش رو مصادره بکنید. در جای خودتون بشینید، 20%، 30%، یا اون کسی که میاد میگه چون من کردستان رو دارم، یاد جمهوری مهاباد میفته، اون جمهوری کردستان میکنه. دوستان کرد من، یک روزگاری ایران هم یک جو جم گیلان سرزمین من یک حکومت شورایی ایجاد کرد که بحثای زیادی روش هست. گیلکان نمیان بگن ما جمهوری شورایی داشتیم. جمهوری گیلان از جمهوری مهاباد شما، از جمهوری پیشوری کوچکتر نبود، کوچکان کوچکتر نبود. گیلکای ایرانی ادعا ندارن، کوچکان رو یک قهرمان ملی میدونند، یک پهلوان میدونند، با اون قد و قوارو و چشمان و سبز و با اون موهای افشانش که به چگوارا میگفت فلان. نمیاند گیلکا مازنی ها که این فرد رو به عنوان یک پهلوان میشناسن. سردار اسعد لور خوزستان ما، لورستان ما، امروز لورها نمیان بگن ما اونو داشتیم. یک جمهوری مهاباد برداشتید، نکنید این کار رو. شما چشم و چراغ ایرانید. من این رو به افراطیون کرد میگم که همین پری روز میایید میگید جمهوری مهاباد ارزش بوده، مبارز بوده، قاضی محمد بوده، یا بزرگان دیگری مثل، به هر حال ما میدونیم اومدن در این سرزمین کردستان ایران ما حضور پیدا کردن. باعث بحث های حاشیه‌ای نشوید. این بلوچستان بزرگ ما که اصلا گهواره تمدن ایران، بلوچستان، سیستان ما، ما همه یک تنیم. من همون گونه که به چهار تا سلطنت طلب افراطی تندرو که به نام آقای رضا پهلوی این حرفا رو میزنن، آقای رضا پهلوی رو خودش رو مخاطب قرار میدم. به من نگید که توی اصغر سلیمی یه شهروند اومدی به شاهزاده ما چنین و چنان گفتی. یا گوش میکنید، دیالوگ میکنید، یا ایشون میان این دیالوگ رو در انظار عمومی میکنه. راه ائتلاف اینها نیست. آقای بهبانی، شنوندگان، بینندگان ارجمند، من خواهان این هستم که این انسان، این شاهزاده ایرانی که ادعی به او شاهزاده میگن، بنده به عنوان یک جمهوریت خواه، یک جمهوری خواه، بارها خواهان دیالوگ سازنده شدم. دیالوگ را هم لازم نیست دادم در حضور ایشون بمونه، رو در رو بگه، میتونه توی تلویزیون بگه. شنید شنید، نشنیده مهم نیست، هوادارانش بشنوند. امروز راه ائتلاف این نیست که ایشون اتخاذ کرده. به صراحت میگم اونهایی که نشستند، اون چند نفری که بارها برای ایشون نقشه گذاشتند و ایشون رو ترغیب کردند، امروز هم یه پوست خربزه گذاشتن جلوی پاش. فردا هم اگر اومدن گفتن که ما یه طرحی آورده بودیم چنین چنان، شماها اومدید گفتید وکالت نه، فلان نه، بیسار نه، مقصر شما هستید، این همون کاری است که جمهوری اسلامی در جای دیگه میکنه. هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. من به عنوان یک شهروند، یک فرد که در این جنبش بودم، میبینم، دارم نظرمو میگم. آقا این کارو نکنید با ایشون. اگر قادر نیستید راهی برای ائتلاف در بیارید، اگر راههای شما هر بار با شکست روبرو شد، اگر سترونید، اگر شایستگی ندارید، یا اگر کل ما در یک دورانی همه ما ضعیف بودیم، نقشه های راه ما قوی نبود، امروز قدم به قدم در این ذهن تاریخی ما، در این تجربه ملی ما، ما خیلی به اهداف ما نزدیک شدیم. ببینید، توجه بفرمایید آقای بهوانی،
شنوندگان، بینندگان ارجمند، ما 4 ماه و نیم پیش این همه انسجام در خارج کشور نداشتیم. ما نمیتونستیم تظاهرات های چند ده هزار نفره رو این گونه با هنرمندی، با فناوری، با انسجام، با شعار پیش ببریم. ما در همین learning by doing به این رسیدیم. من در کف خیابان ها هستم. پزشکانی که امروز در جریان پاریس به آقای فرامرزجان بهار و دوستان دیگرش با اونها در پاریس رجوع می کنند و به اینها میگن اونجا شما در پاریس هستید، این پزشکان از آلمانند یا در بعضی که دو کشور دور برند، در پاریس میرند برنامه میذارند برای 22 بهمن. کمکشون دوباره از کشورهای گوناگون داره بهشون میرسه. آقای علیرضا آخوندی از سوئد بلند میشه میاد استراسبورگ. ما جهانی شدیم. ما به قول سیاوش کسراوی ما را بر این گلیم نشاندند زبتدا، گفتند زین گلیم پا فراوتر موادتان. اکنون بر این گلیم ما رشد کرده ایم، ما قد کشیده ایم، ما ریشه برده ایم به خاک سیاه و سخت. اینک شما و کسان جویی چاره را ببینید. ما از اون گلیم فراتر رفتیم. ما از تهران و از ایران و از بلوچستان ما اومدیم در صحنه جهانی. ما آقای رضا پهلوی رو احتیاج داریم. خرابش نکنید آقا، بذارید این فرد در سیستم دموکراتیک پیمار نوینش که رهبری سیستمی رو گفت، بذارید اونجا بمونه، بذارید همراه با این مردم آرام آرام بیاد جلو، بذارید علی کریمی بیاد یک نفسی بکشه بیچاره، پناهندگی خودش رو بگیره، بذارید اون حمید فرخ‌نژاد از این رویاهای رهبری خودش که یک زمانی گشت ارشاد رو اونجا می‌خواست یه خورده هوا بخوره. به قول گیلکا میگن آقا بزن به گاراژ، رهبر نیستی آقا، برو باد بیاد، برو سر جای خود، بذار باد بیاد. آخه یعنی چی؟ تو نیامده میخوای رهبر این همه انسان های آگاه و بری خودتو وصل کنی به شاهزاده، بگی که من آخر قطعی هم. من یه زمانی یادمه افرادی که از حزب توده جدا میشدن میرفتن اول اون ملتهب ترین سازمان چپ رو میگرفتن که اثبات کنن برادری خودشون رو. ما این پدیده ها رو زیاد دیدیم. یا آدمی که میومد میخواست سیاسی بشه اول میگفت من مسلحم، میخواست بزنه خط آخر. آقا نکنید این کار رو. خیلی ساده با هم آقای بهبهانی حرف بزنیم. کف خیابان از شامل نیروهایی است که اتحاد رو، اتفاق رو، همدلی رو، همپیمانی رو برای علیرضا آخوندی ها، برای نمیدونم این جوان ها. در پاریس ما کودکانی داریم، نوجوانانی داریم، دختر خانم نرگس محمدی رو داریم. ما حتی دختر روح الله زم که کشته شد اونجا را داریم. ما اینها نمادهای آزادی خواهی ما هستند. آقای بهبهانی، ما اینقدر ابزار داریم، اینقدر نماد داریم، ما میتونیم رهبری های خودمون رو تشکیل بدیم. البته نقش آقای رضا پهلوی هم به عنوان یک نیروی سرشناس شناخته شده در یک جاهایی در این ائتلاف میتونه بسیار بسیار نقش خوبی باشه. بنده هیچ گونه، نه تنها هیچ گونه به قول معروف شاعبه‌ای در این حرفهای من نیست، بلکه من معتقدم که حتی برای اینکه به ایران ما خدمت بکنیم، برای اینکه به اون بخش از هواداران ایشون هم واقعا راه رو با هم دیگر باز بکنیم، باید از اتحاد، اتفاق، همدلی و همبستگی حرف بزنیم. همه این حرفهای من هشدارهایی بود که امروز فکر کردم به این زمان. تأکیدن میگم به اون کسانی که پشت پرده هستند، یا طرفداران اصلاح طلب بودند، یا دستایی در جای دیگه دارن، یا اینکه سیاست برایشون بیزنسه، یا اینکه در سیاست دنبال قدرت هستند، یا اینکه در عادت خودشون بیمار شدند. ببینید ما انواع بیماری ها را داریم. و یا اینکه رسانه ها را در دست خودشون دارن ارد میدند. امروز فعلا متاسفانه ما اگر هم حضوری در یک تک توک حسودی میستیم افتشستشون درست کردن، حالا از ما جلوتر بودن با
به قول جریان بزرگ مهر و اون دزدان صوبند که زودتر از چیز زدن و بردند. منتوها را دارید، ایران انترنشنال ها تو دستتونه، اصلاح طلب ها را دارید، ملی مذهبی ها را دارید، هر جایی تونستید، ولی چقدر میتونید به این ادامه بدید؟ چقدر میتونید از طریق مدیا شخصیت سازی بکنید، دروغ بپرورانید؟ چقدر میتونید جلوی مجاری سالم زندگی آزادی و انسانهایی که واقعا پاک باختند، چقدر میتونید گرد و غبار بپاشانید به سر و صورت اونها؟ چقدر میتونید اونها را از آقای رضا پهلوی دور نگه دارید؟ چقدر میتونید، چقدر این دهان گشادتون پول احتیاج داره؟ چقدر این مغز آلودتون قدرت ایجاد احتیاج داره؟ چقدر دروغ؟ بس کنید آقا، نمیتونید پیش ببرید. به هر حال دستتون رو خواهد شد، چه زنده چه رفته، به هر حال از شما به نیکی یاد نخواهند کرد. افرادی که حرفای من، عرایز من رو دارن میشنوند، میدونن که من راجع به کی دارم صحبت میکنم. عرضی ندارم آقای بهبهانی. کاملا معین و مشخص دیگه، چیزی پنهان وجود نداره. متاسفانه، متاسفانه این البته بار اول نیست که شاهزاده اینجوری رفتار میکنه. متاسفانه این هر بار هم اتفاق میفته. نمیدونم دلیلش چیه، نمیدونم. من گاهی با خودم فکر میکنم که شاید مثلا، شاید نمیدونم، انتقام مثلا پدر و پدر بزرگش رو از ملت نمک نشناس میگیره، از این حرفایی که طرفدارانش میزنن، ملت نمک نشناس. نمیدونم واقعا. الان شما نگاه کنید ببینید که این خانم لیلی گلستان، دختر شخصیتی مثل ابراهیم گلستان، خب یه حرفی اون خانم شهناز تهرانی رو عشقش، رو مهرش، رو علاقهش گفت، آقا من وکیلم شاهزاده است. بعد این خانم اومده با یه لحن زشتی اینجوری گفته، خیلی زشت، و هر کی گوش بده میگه آقا این لحن خیلی. بعد یه همینی شاهین نجفی این وسط پریده، این وسط که 57 ها و توده ای ها بوده، من فلان، این اصلا مثل که حالیش نیست که محمد رضا شاه در تلویزیون گفت آقا من صدای انقلاب مردم رو شنیدم، قرار نیست دیگه از این فساد ها انجام بشه، قول میدیم که پس بوده. به شما بگید نبوده. این جوانی که امروز تو خیابونه، این همون مثل همون جوان 57ه. این نفرتی که امروز نسبت به این نظام اهریمن وجود داره، همینجوری دوره 57 بود، همین شکلی بود، اصلا گوش نمیداد. حالا شما بیا بگو بختیار، نمیدونم، اگر ما میرفتیم میشنیدیم، خب نمیشنید. فکر میکرد که بختیار اومده که ساواک رو احیا کنه، بختیار اومده شاه رو از زیر ضرب نجات بده، دوباره ساواک بیاد پدر، همین کاری که الان داره انجام میشه در جمهوری اسلامی. میبینی تا دیروز میگفت بیا بشینیم حرف بزنیم شما بچه ها روونا، حالا میبینی چجوری حرف میزنه، همه رو بکش. فکر میکرد بختیار میخواد همین کاره، پناهیان مثلا، یه علت هم بیشتر نداره و اون دیکتاتوریه، بسته شدن فضای رسانه. رسانه حکم چهارم دموکراسی رو بازی میکنه، به شرط اینکه دموکراسی اول وجود داشته باشه تا اینکه این بتونه اون فضا رو ایجاد کنه. وگرنه ما با یه چراغی که پیت پیت میکنه 2009 نوشتیم، گفتیم آقا این تحریم اقتصادی مردم رو ضعیف میکنه، دلال رو چاق میکنه، بیایید به جای این کار تحریم سیاسی بکنه. امروز خوشحالم میبینم که آقا این در قالب اینکه سپاه پاسداران به لیست تروریست، و یک نامه رو ادهی من رو سایت گذاشتم، از بزرگان و آکادمیسیان های مملکت امضا کردن به همت آقای دکتر مسائلی، نامه نوشتن به مقامات که آقا هیئت نمایندگی ایران از سازمان ملل بیرون کنیم. چقدر خوشحالم از این بابت
که تحریر رو که 2009 گفتیم، گفتن آقا اون دوقای دوری ها بفرام هر چی بود، امروز دارن اجرا میشه. باید دست در دست هم نهیم، به مه میهن خیش و این ورته بکشیم بیرون. اینجوری یکی از ایران بدوی بیاد و بگه منم و شما بلد نبودین و نیستین و اینا، خب 40 سال این بازی تکراریه و و عجیبش که تکراریه و ای بازم میشه تکرارش کرد. خنده داره داستان که دوباره بازم میشه تکرارش کنی. نفر بعدی متی میره، این میاد، این میره، اون میاد. بها آقا بسیار ممنون، سپاس و صد سپاس از همه. یه عرض خیلی کوتاه دیگه عذر میخوام. بفرمایید. ببینید آقای بهوانی، من اصلا این رو باید واقعا باز کوتاه در پایان عرایزم بگیم. ببینید هر نهله سیاسی، هر طیف و خانواده سیاسی میتونن یک جریان های افراطی تند رو داشته باشن. این فقط در خانواده پادشاهی خواه یا جمهوری خواه یا چپ نیست، در همه جا هست، در حتی تیره توارها اقوام. موضوع اینه که اونهایی که بخش آگاه این جنبش هستند، این خانواده ها، این نهله ها، این طیف های سیاسی هستند، حداقل اون بخش آگاه که اینو یه تعریفی داره، اونها مراقبه. من در همین پیام کوتاه گفتم بنده به فرض به عنوان یک فردی که به جمهوری خواهی حالا به نوبه خودم شناخته شده هستم، باید نیروهای افراطی جمهوری خواه رو کوشش بکنم تا اون جایی که قدرت تأثیر و نفوذی دارم بهشون بگم آقا تندروی نکنند. و همین ترتیب هر طیفی در درون خودش، مرکز احزاب کردهای ایران، احزاب جا افتاده کردی، باید اونی که من بارها دیدم کردی هست به ایرانی میگه آقا تو ایرانی نیستی، اصلا میگه من کردم، من ایرانی نیستم، یه خورده دیگه حرف بزنی میستم، اصلا میگه من با تو هیچ کاری ندارم. یه زمانی بچه های آذربایجانی ما اصلا با هموطنهای خودشون که سالها فارسی حرف میزدن اصلا حاضر نبودن، همین 15 سال پیش باشون اصلا به فارسی حرف بزنند. حالا این افراطی ها یه خورده الان با گرگای خاکستری ترکیه میپریدند. یا کردای ما اصلا میگفتن ما حاضر نیستیم اصلا به ما بگید ایرانی. اصلا اینجور چیزا در یک جاهای دیده میشد. امروز وقتی که یک ادهی احساس میکنه که حالا به فرض نیروی مشروطه یا نیروی پادشاهی منظورمه، چون ربطی نداره این دوتا، مشروطه آدم میتونه جمهوری خواه هم باشه، مشروطه خواه هم باشه، نیروی پادشاهی یا طرفدار سلطنت یک زمینه پیدا کرده، امروز ممکنه این انحراف بخواد در واقع اینجا قدر بازی در بیاره. باید مراقب بود، فردا ممکنه یک انحراف دیگر بتونه. این جامعه باید یک باز بینی در درون خودش رو انجام بده، یک سیستم کنترل و مهار رو، سیستم های زنده، ارگان های زنده، ابزارهای کنترلی و خودکنترلی در درونشون تعبیه شده است. ما باید بفهمیم به عنوان یک ملت مدرن همه ما مسئولیم و اونهایی که در درون خودشون، در واقع در درون طیفای خودشون هستند، در مقابل انحرافات در وهله اول باید سینه سپر بکنن و جلوی اون رو سعی بکنن بگیرن. اول وظیفه اونهاست، اول وظیفه خود آقای رضا پهلویه که اینجور چیزا رو مراقب باشه. چون امروز این انحراف، این قدر بازی ها در درون اون طیفه، نه اینکه بگه من چون یه بار گفتم 4 سال پیش یا 3 ماه پیش پس دیگه اون کافیه. شما مسئولید، روزانه گاهی اوقات گزارش بکنید، دیالوگ بکنید. اگر حس میکنید یک کسی طرحی رو گرفته، وکالت یا هر طرح دیگر، حرفی که ما میزنیم امروز مال ماست، فردا اگه اشتباه باشه مال ما نیست. خودمون جز اولین نفری هستیم که از اون فاصله میگیریم. این ما رو کوچیک نمیکنه، ما رو بزرگ میکنه. آقا یکی اومد این طرح به نام شما گفت، زمینه رو شما دادی، بررسی کن ببین اگر به اتحاد کمک میکنه برو جلو، اگه اتحاد کمک نمیکنه بیا عقب، جلوشو بگیر، کوچیک نمیشی. اتفاقا این نشان توانایی شما میتونه باشه.
اساس ایرانه. همه ما اول ایران رو دوست داریم، بقیه برای ما فره. دکتر مصدق به اون بزرگی تاریخ، رضا شاه کبیر، شاهزاده رضا پهلوی یا هر ارزش دیگری فقط برای ایران اهمیت داره. برای جنبشی که امروز برای آزادی و رفاه و دموکراسی در کشور ما، ایران ما، امروز جریان داره. سیستم کنترل و خودکنترلی باید جریان پیدا بکنه آقای بهبهانی، تا ما بتونیم به این آزادی و دموکراسی برسیم. واقعیت هم نیستی گفتی. من 4 سال پیش گفتم، دیروز گفتم، معنی نداره. باید بگی، باید مرتب و درست میگی. این در همه ها، در همه این سازمان ها آدم افراطی هست. همینجا تو همین آمریکا، تو همین آمریکا ما شبا اخبار میگیم. یارو مثلا رفته اسلحه برده یه نماینده رو میخواسته بکشه. چرا؟ واسه اینکه این از حزب مقابل بوده، این مال جمهوری خواهی طرفدار ترامپ بوده، اون نمیدونم دموکرات، نمیدونم فلان بود. همه جا هست. مهم اینه که اون حزب بیسته تعریف کنه، بگه آقا اینجوری نباید باشه. ممنون، بازم سپاسگزارم آقا، برنامه بسیار مفید. ممنون ازت، برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، همسر دانشمندت، از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه. ممنون از شما ای سلیم، سپاسگزارم، تشکر. بها شنید، امیدوارم صحبت ها کمک کنه به ما، فارغ از حب و بغض و کینه و تنگ نظری. حب، بغض، کینه و تنگ نظری. وطن رو بذار وسط، میهنت برات مهم باشه، مردمت برات مهم باشه. از اینکه دنبال میکنی از تو نازنین هم سپاس گذارم و مثل همیشه آرزون میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما. تلفنم زنگ زد. مرسی.